بینندگان عزیز با سلام به شما. طبق معمول هر هفته روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا میریم سراغ دوستان که از سازمان مجاهدین وقتی که احساس کردند تبدیل به فرقه شده جدا شدند و اینها قصه قصه هاشون و راز این چند سالی رو که اونجا بودن با من و شما در میون میذارن و قضاوت رو به من و شما واگذار میکنن که با تحقیق درباره این دوستان قضاوت کنیم، کسانی که جوانیشون رو در این راه گذاشتن. و متاسفانه سازمان مجاهدین وقتی که اینها جدا میشن به جای اینکه یک قاب عکسی، یک عینکی، یک خودکاری به اینها جایزه بده و ازشون تشکر کنه، جز تهدید و توهین و به اصطلاح دشنام با اینها کار دیگه تا امروز نکرده. امروز خوشحالم که شما رو ببرم به آلبانی و خیلی جالبه ایشون سومین نفر هستن که از آلبانی با ما هستن و به نظر میاد سال 2018، سال آینده، سال دوستان جدا شده آلبانی باشه. با شیرمردی از خطه کرمانشاه، آقای سعدالله سیفی، عضو جدا شده مجاهدین در آلبانی هستیم. ایشون در دو مورد صحبت میکنن، ولی من اول میخوام ازشون که طبق معمول با شما سلام و علیکی داشته باشن. ما هم بهشون خوش آمد میگیم. از خودشون چند دقیقه برای ما بگن که آقای سعدالله سیفی کیه، کی به سازمان پیوسته، چی شده و چرا امروز در آلبانی که به اصطلاح بهتر از عراق هست وضعیتش، تصمیم گرفته جدا بشه. خیلی خوش آمدید، ممنونم که با ما هستید. بفرمایید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. خواهش دارم با سلام خدمت شما و خدمت همه دوستان و هموطنان عزیزی که این برنامه رو میبینن و با امید آزادی همه دوستان و رفقامون که اسیر فرقه هستن، من سعدالله سیفی هستم که 47 سال سن دارم. حدود 27 سال پیش در سال 71 به سازمان مجاهدین پیوستیم ما و به خاطر عقایدی که من داشتم و فقر و مسائلی که حوش خودم رو در بین اقوام و دوستان و رفقا می دیدیم، برحال دنبال راهکار و راهچاره بودیم که از طریق رادیو و بعد از به اصطلاح عملیات فروغ به قول اینا ما با این سازمان آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم به این سازمان بپیوندیم. با دو تا از دوستان به نامه دوستان عزیزم عادل اعظمی و پسرموش بهمن تصمیم گرفتیم بیاییم و به هر حال در سال 71 ما اومدیم از طریق مرز قرص و شیرین وارد عراق شدیم و بعد از یک سری مراحل طی یک مراحل اداری و اینا در نهایت وارد اشرف شدیم. خدمت شما عرض کنم ما بعد از یک پروسه یک ساله در عمل چیز دیگه دیدیم. به اصطلاح اینا طرفدار حقوق بشر و جامعه بی طبقه توحیدی و دم از آزادی و فلان می زدن، ولی ما روز به روز با صحنه ها و مسائل دیگه روبرو بودیم و در عمل تفاوت فاحشی بین حرف و عمل اینا دیدیم. آن چیزی که به دنبالش بودیم به طور واقعی یافتی نشود و روز به روز این داستان باعث شد ما به هر حال با این دم و دستگاه به تقابل و زاویه بیفتیم تا جایی که بعد از یکی دو سال دیدیم این دستگاه یک دستگاه منسجم در هم تنیده شده و به طور واقعی به دنبال اهدافی که خودشون دنبالش هستن و خبری از این مسئله که همین الانم دم ازش میزنن نیست و یک اجبار خشک و سخت و با نشستای تعمیلی و خلاصه کنم. تا اینکه در پروسه ما بعد از یکی دو سال شناختمون بیشتر شد و بعد از این موضوعاتی حول و حوش خودمون یک پروسه ما دیدیم اینا
یک ریلی رو شروع کردم، تعدادی از دوستان ما که به اصطلاح آگاهانه و خودمون مختارانه و از رو آگاهی انتخاب کرده بودیم از ایران وارد این سازمان شدیم و خطرها به جان خریدیم و از مرزها عبور کردیم و برحال انگیزه ها و آرزو آمالی داشتیم. شروع کردن به دستگیری اینا، ما دیدیم دونه دونه این آدم ها غیب میشن که بعدها فهمیدیم ویل این داستان اسمش رو گذاشتن چک امنیتی. یک روز بعد از ظهری بود، عصر بعد از ظهری، ما با تعدادی از دوستا و رفقامون، اون موقع هم جوان بودیم 20-21 سال داشتیم فوتبال بازی میکردیم که من دیدم یه تحرکاتی هلوهوش ما دور هلوهوش این زمین و فوتبال و اینا هست و برحال یه چند نفر از این آدم هایی که من میشناختم به اصطلاح بهشون میگفتن افسر اطلاعات، و موقع ما در محوری بودیم به اسم محور چهارم در قلعه مسلم در عراق قرارگاه اشرف. بعد ما دیدیم این حسین به ما نزدیک شد و گفت فلانی ما یه چند دقیقه با شما کار دارم، بیاد میخوام با هم صحبت کنم. ما گفتم باشد، اشکالی نداری، 5 دقیقه دیگه من آماده شم، یه مقداری لباس مواس رو عوض کنم، لباس ورزشی داشتم که بیام با اینا به اصطلاح راه افتادیم و رفتیم. چند قدمی نرفته ما دیدیم دو نفر دیگه به اسمای محسن، معذرت میخوام، مسعود اسد و محسن تاجدین، اینا هم که همکارای این حسین بودن، افسران اطلاعات. ما رفتیم پشت سالن غذاخوری، دیدیم یک جیب لنکروزی اونجا متوقف شد و به ما گفتن سوار شو، میخوام بریم تا قلعه که اونجا آسایشگاه، اونجا صحبت میکنیم با هم افادم. ما رفتیم و سوار ماشین شدیم، به محض اینکه سوار شدیم در ماشین بسته شد، یکی کنار دستم نشست، یکی هم از پشت دستای بنده رو بستن از پشت و چشمامون رو بستن و راه افتادیم. ما تو مبهوت که چه اتفاقی افتاده، بی اطلاع از همه چیز، بی خبر از همه چیز، در یک فضای دوستانه با رفقا داشتیم ورزش میکردیم، یهو با این صحنه فجیع و غیر انسانی روبرو شدیم. به اصطلاح ما همینجوری غریزتاً، چون انقدر گشته بودیم، میفهمیدیم چشم بستم اینا دارن ما رو کجا میبرن. رفتیم به اصطلاح از اون مقر مسلم خارج شدیم و رفتیم خیابان 400، یکی دو دور همینجوری برای رد گم کردن ما رو چرخوندن توی این خیابون. رو بعد از یه 15-20 دقیقه ما رفتیم یک محلی، به اصطلاح ماشین ایستاد و ما رو پیاده کردن، وارد یک محیطی شدیم، من چشمم بسته بود، بعد چشمم باز کردن، دیدیم داخل یک اتاقی هستیم، 3 نفره وایسادن، یه میز و دم دستگاه اینا، که به بنده که شما ما میخوام بازرسی بدنی کنیم و بعد لباس باید در بیاره. گفتم بازرسی بدنی موضوع چیه؟ چرا نمیگین چه اتفاقی افتاده؟ هیچی به من نگفت. خلاصه بازرسی بدنی و از این حرفا، بعد این داستان تمام شد، ما رو فرستادن داخل یک اتاق 3x4 و در از پشت خفت کردن و رفتن. به اصطلاح ما دیگه از اون لحظه به بعد سر کارمون با یک چند نفر که اونجا به اصطلاح آدمایی بودن که اونجا رو میچرخوندن به اسم نریمان و مختار و مجید عالمیان، این تعداد نفری که اونجا بودن، و ما هم که فکر کردیم گفتیم خب شاید یک موضوعی، شاید یک اتفاقی افتاده موقت، امروزی فردایی برحال این داستان تمام میشه و سو تفاهم میشه، ما برمیگردیم. این چی بود؟ حالا این زندان خود مجاهدین بود؟ الان خدمتتون عرض میکنم. بله بفهم. بعد بنده من فکر میکردم خب حتما یک سو تفاهم شده، یک موضوع پیش اومده، اومدیم اینجا دوستانه برادرانه صحبت میکنه تمام میشه میره. بعد از 2-3 روز من دیدم نه بابا این خبرا نیست، اینا از یک دریچه این نفراتی که خدمتتون عرض کردم میان قضا میدن تو. بالاخره این داستان ساده ای نیست که من همینجوری دارم فکر میکنم. یه هفته گذشت، ما هنوز سر پا بودیم و بالاخره ته خط به خودمون گفتیم آمادگی باید پیدا کنیم، این موضوع ظاهرا موضوع بیختاریه به قول معروف و بس یکی دو روز نیست. بعد ما متوجه شدیم به هر حال افتادیم تو یک دامی
باید ببینیم چه کار میشه کرد. برنامه روزانه ریختیم و روزا رسیدگی به اونجا و چیزی هم نبود دیگه، یه اتاق دربسته زندان به اصطلاح سلول. ما برنامه ریختیم در همون حد مقدورات، یک ساعتی به ورزش اختصاص دادیم، یک ساعتی با خودمون فکر میکردیم و این ور اون ور. یه هفته در روز گذشت، دیدم اینجوری نمیشه با اینا به هر حال پیش رفت. این اتاق یه شیشه قدی داشت، ما رفتیم از این شیشه نگاه کردیم بیرونو، بعد دیدم تو یک محلی هستیم که اون موقع ما در رفتم آماده بیرونی یه پارکینگ زرهی داشتیم اون نزدیکا. محل رو شناختم، دیدم یک حیات بسته که بالاش از این سیم خاردار هست و پروژکتور و فلان اینا، فهمیدم تو چه نقطه هستم، کجا هستم. بعد به هر حال ما بعد از یک هفته تصمیم گرفتیم، دیگه فهمیدم کجا اومدم. تصمیم گرفتم از اینا قضا اینا نگیرم و به حالت اعتراضی به اصطلاح، حتی اون اولی هم واقعا خودم معنی این که این بهش میگن اعتصاب قضا و چون در مرض این دو چیزایی نبودم بهش میگن اعتصاب قضا، به حالت اعتراضی از اینا قضا نگرفتم. بعد از یک هفته من دیگه نه غذایی، نه آبی، نه خوراکی، نه هیچی، به نقطه رسیدم که دیگه سرپا نمیتونستم بیستم. خیلی عذر میخوام، میخواستم سرویس و دستشوی اینا برم، تمام چشمم سیاهی میرفت و سرم گیج میرفت، میفتادم دست میگرفتم به در دیوار رو میرفت. یک روز ما تصمیم گرفتم، گفتم این شیشه رو بشکنم و بزنم بیرون هرچی باده باد. با سر رفتیم تو شیشه، شیشه رو شکندیم، سر صورتمون زخمی و بلافاصله اینا ریختن درو باز کردن، ریختن سرمون. با مشت و لگد و دو سه نفره فوش و بعد بیرا و به هر حال ما رو از اونجا کشیدن بیرون و بردن تو یک اتاق کوچیکی با فوش‌های رکیک و با مشت و لگد و تا یه ده دقیقه رو زدن و بعدم یه مقداری سوپ آوردن که به زور این غذا رو به من بخورونن که من قبول نکردم و نخورد. به هر حال ما تو این دام افتادیم. این پروسه ادامه داشت. یه نقطه ما تو این سلول انفرادی بودیم، شبا به هر حال میدیدیم سر صدای تو این دارو بیا و ببر، نفرات رو میرفتن و میآوردن و فوش و بعد بیرا و سر صدا و داد بیرا به شبا اینا رو میشنیم. بعد ما ته این پروسه که پنج ماهی که اونجا بودم، چهار ماه تو اون تکسلول بودم، ما رو میبردن بیرون توسط یه تعدادی از این نفرات به اسم یکیشون به اسم حسن محسن اگه اشتباه نکنم، یکی نقی و یکی نادر و موقع عضو به اصطلاح شورای ملی مقاومت و نور چشمی مسعود رجوی، یه سری حرفا و بازجویا که شما چرا به مجاهدین اومدین و چرا رفتین و چرا تصمیم گرفتین به مجاهدین به پیمندین، و بالاخره یک سری از این حرفا و حلوش این دنبال این بودن که به هر حال یک ریلی رو که میخواستن برن، حداقل تا اون موقعی که من رفتم و بعدها که متوجه شدن این که ریلیه که با همه دارن میرن، یک ریلی رو میخواستن دیکته کنن به همه تحت این عنوان که شما نفراتی که از ایران اومدین نفوذ کنین تو ارتش آزادی بخش برای ترور رهبری سازمان مسعود مگه. بعد ما این وسط بی اطلاع از همه چیز، ما تو مفروض که این دیگر چه بی عدالتی و این دیگر چه قانونی است که این پرونده سازی ها، به هر حال بعدها فهمیدیم داستان این پرونده سازی ها چیه و برای چی این کارا را میکنن، هدف از این کارا چیه، که از این که مدارک و چیزای خود ساخته و از پیش تعیین شده ای که از آدما به هر حال بگیرن برای فردای روزگار اگر این آدما معتقد بودن یا حرفی داشتن، اینا را به عنوان مدارک و به عنوان اعتراف جلو اینا بذارن و طبق قانونی که همین الان سالیان ساله از اعترافات دروغینی که از آدم ها میگیرن و چکلیست های ثابت و کلیشه‌ای که تحت عنوان مزدور و خائن و مارکایی که لایق خودشونه به همه فرزندان این مردم و پیشدادان و فرزندان آگاه این مردم زدن و میزنن و حلال هنوز ادامه دارن. خلاصه ما بعد از یک پروسه چند ماهه
یک شب ما را آوردند و بردن به یک سلولی در اتاق باز شد و ما رفتیم دیدیم یک تعدادی نفر وارد در این اتاق هستند و خیلی از اونا را من میشناختم از نزدیک. دوستانی بودند مثل مرتضی، مثل فرامرز رحیمی، مثل سیامک حاتمی، مثل عادل اعظمی و تعدادی دیگر. بعد ما در این سلول بودیم، بالاخره با اونجام که حرف زدن، حتی تو اون سلول هم حرف زدن آزادانه آزاد نبود، آدم ها میترسیدن با هم در ارتباط باشن، ولی یک فضای صمیمی و دوستانه بین آدم ها بود، چون به هر حال هم همون تحت ستم اونا بودیم. بعد البته این داستانم طولی نکشید، به مرور نفراتی از خودشون وارد این سیستم کردن و با جنگ مرافعه و دعواهای ساختگی و بکش بکش و مجزمی و اینا فضای یأس و بیعتمادی و تفرقه هم همونجا بین آدم هم حاکم کردند و فرحال در این پروسه آدم ها رو می بردن. بعد از یک ساعت دو ساعت می دیدیم با رنگ سفید سر و روی کبود بر می گردونن و پرت می کنن تو این سوده و ما به رسم روزگار و به رسم رفیقی و رفاقت می رفتیم به اینا رسیدگی می کردیم، برحال درد دل میکردیم، بهشون قوت قلب میدادیم که ناراحت نباشن و اونام که جرأت نمیکردن حرفی از این موضوع بزنن. و تا اینکه ما برحال این داستان رو همینجوری طی میکردیم و هر شب یکی رو میبردن و بازجوی اینه هر جایی که دنیا زندان است، حتی زندانهای بیرون هم آدم با بیرون خودش، با فامیل، با خانواده، با اقوام خودش در ارتباطه، ولی ما دستمون از همه جای دنیا بریده و قطع از همه چیز و بیخبر از هیچ همه چیز. یک شب برحال ما داخل همین به اصطلاح زندان بودیم. دوستی، رفیقی که من میشناختم از بچه های قدیمی تر، به اصطلاح موقع چند سالی جلوتر از ما اومده بود، دوستی از به قول خودون از خطه کرمانشاه به اسم آقای پرویز احمدی، یکی از دوستان عزیز شریف و معلم شریفی بود که در روستاهای اطراف کرمانشاه به مردم محروم و بچه های منطقه درس میداد. ما دیدیم این دوستمون با قفسه سینه شکسته، چشمانی باد کرده و کبود و در حال نفسهای واپسین پرت کردن تو سوله توی اتاق. معذرت میخوام، ما هم تعدادی دور این دوستمون جمع شدیم که تلاش بکنیم این دوستمون رو به هر حال خدماتی، کمک‌های اولیه بهش بکنیم. متاسفانه هرچی داد زدیم، بیداد کردیم، اونا هم پشت در بودن، کسی به فریادمون نرسید و بعد از یک ساعتی خرخر کردن و تنگی نفس این دوست عزیز ما جلو ما متاسفانه جونش رو داد و فوت کرد و رو دست ما موند و در اثر شکنجه این دوست عزیز ما جلو چشمان ما پر کشید. نمیخواین اسمشو بگید؟ اسم این دوستمون گفتم خدمتون، اسم این آقا پرویز احمدی بود. ببخشید. دوستان دیگه بله بله، پرویز احمدی از کرمانشاه، ببخشید من متوجه نشدم. بله این دوست عزیزمون، دوستای دیگه هم فکر کنم در مورد همین دوست این رفیق و برادرمون صحبت کرده باشن اگر اشتباه نکنم. به هر حال ما سراسر ماتم و غمگین و بلا تکلیف و اینکه کاری از دستمون ساخته نبود، این دوست ما بدنش در کنار ما سرد شد و بعدم بردن. و بعد هم که ما از این داستان بیرون اومدیم، در خلوت خودمون و در به صورت مخفی دنبال کردیم که اثری از این دوست بیابیم، مزاری چیزی دیستیم نه، متاسفانه هیچ خبری ازش نشد و این دوست ما رو سر به نیست کرد. هنوزم که هنوزه داغ این دوست ما بر دل ما و بر دل دوستانی که اونجا بودن و شاهد این صحنه بودن هست و خواهد بود. به امید روزی که جامعه پیشرفته و در یک دنیای آزاد عدالتی باشه و پاسخ این چیزا داده بشه. و
من ممنونم از شما. میدونم که گفتن این خاطرات و به یاد آوردنش چقدر مشکله، ولی میگم باز جا داره که ما از شماها تشکر کنیم که حالا که آزاد شدید نرفتید دنبال کار و زندگی خودتون و میان این چیزها رو به دوستان میگید. امیدوارم افرادی مثل آقای گلن ترشیزی که با این سازمان در رابطه هستن اینها رو سوال کنن، از آقای فیلابی بپرسن، برید راجع به این آقای کرموشاهی که اینجوری به اصطلاح از بین رفته کشته شده سوال کنید، ببینید ایشون کجا به اصطلاح دفن شده و به چه گناهی باید اینجوری در زندان خود مجاهدین به دست سازمانی که با عشق و امید آمده بهش پیوسته از بین بره. در صورت من ممنونم از شما دوستان، به شما تبریک میگن که به اصطلاح جدا شدید و پیشاپیش سال خوبی رو براتون آرزو میکنن. آقای رزاقی و دیگر دوستان، آقای رزاقی از فرانسه هستن و آقای کرمی هم چندین عکس از شما فرستادن بعد از آزادیتون که من اینها رو به ترتیب نشون میدم که با دوستان هستید و گویا یک گشت و گذاری هم در آلبانی به اصطلاح رفتید و خوشحالم که بالاخره امروز در دنیای آزاد هستید و شروع زندگی جدید رو که امیدوارم هر روز بهتر از روز قبلش باشه. در صورت من باز ساکت میشم، شما در این موردی که میخواین صحبت کنید. این بازجویی ها توی قلعه بود نه؟ اونجایی که بهش قلعه میگن؟ خدمت شما عرض میکنم با تشکر از توضیحات روشنگر شما و سلام مجدد خدمت همه عزیزان. من بعد از یه پروسه، ما اونجا که بودیم از اون محل ما رو منتقل کردن به همون ترتیب چشم بسته و به یک قلعه در قسمت جنوبی قرارگاه اشرف که بعدها شد محل استقرار نیروهایی که اونجا بودن. ما رو بردن تو اون قلعه و دیگه جدا جدا، چون اونجا جا محدود بود، تعداد بیشتری بودیم، ارتباطات بیشتری بود، به هر حال ما قوام و دوام بیشتری داشتیم، اینا ما رو بردن پخش پلا کردن. هر 5-6 نفری در این قلعه مقوف که از زندانهای قدیمی زمان صدام و عراق بوده و ما به هر حال هر 7-8 نفری در یک اتاق قرار گرفتیم و ادامه داستان و فحاشی ها و هر شب تعدادی زن می اومدن در اتاق رو باز می کردن، بدو بیرا رو ما می گفتن و به هر حال داستان بازجویی و اینام که تمام شد، چون ما هم مثل بقیه ریل مصنوعی پیش ساخته که ما اعتراف کنیم که ما اومدیم ترور کنیم و بعدم خودشون به زبان ما میذاشتن که این ریل ترور رو چجوری میخواستید بکنید، چکار میخواستید بکنید، بعد خودشون صحنه سازی میکردن، بگو فلان روز میخواستیم به این ترتیب سلاح، یک سلاح قایم کنیم و بعد وارد سالن اجتماعات اونجا بکنیم، یک ریلی که حتی وارد کردن خیلی عود میخواد، معذرت میخوام، یک نخودم در اون محل مخوفی که تمام زندگی شخصی تو هم زیر ذره بین بود، محال بود، چه رسد بین که تو بخوای سلاحی قایم کنی و ببری در جای در یک محیط عمومی که تمامش بازرسی و با دتکتور و حتی نه یه دتکتور، 10 تا دتکتور رد میشدی برای یک نشست معمولی، تو ببری این سلاح قایم کنی و بعد به اصطلاح با این سلاح بخوای ترور کنی و مسخره بازی های خیلی خود میخوام از این قبیل. و بعد به هر حال ما موندیم تا یکی دو ماه دیگر در همین محل و دعواها و بکش بکش ها و هر شب بدبختی و مکافاتی و زجری و شکنجه. یک روز یک تعدادی اومدن ما را بیرون آوردند و چشممون رو بستن که به اصطلاح میخوایم توضیح هم با ما ندادن، سوار پشت یک آیفا کردن که این آیفا از این کامیونای نظامی که چادر کشیده، ما رفتیم بالا و پشتش رو بستند و ما حرکت کردیم به سمت یک مکانی که بی اطلاع از این که کجا میخوایم بریم. بعد از یک ساعت و نیم در مسیر دیدیم ماشین در یک محلی متوقف شد، ما رو پایین آوردند و چشم ما رو باز کردیم، دیدیم وسط یک حیاطی هستیم و دور اون دیوار وارد یک راه رو باریکی کردند و ما رفتیم وارد این اتاق شدیم، اتاقای کوچیک کوچیک. این نفرات اونجا، نفر به اسم محمود قائمشهر که الان نیست،
و برادر مهدی عبیشمچی، حسین عبیشمچی مسئول این قسمت بودن. به اصطلاح ما رو گفتن، معرفی کردن که بریم تو این اتاقا. تعداد از این دوستان من جمله علی جلالی و سیف الله کلبی و یک تعداد دیگر اونجا بودند و یک تعداد 20 نفر بودیم ما. گفتن یکی یه دست لباس به اصطلاح نظامی به ما دادن که این لباس ها رو آماده کنید. یه تعدادی اونجا بود و این لباس ها رو باید بپوشید و اون لباس های زندان از تن ما در آوردند. و بعد از 2-3 ساعت انتظار ما رو بردن وارد یک سالانی کردن، یک سالان تالار مانندی که سمت وارد می شدی سمت راست تمام این زنای به اصطلاح شورای رهبری نشسته بودن، سمت چپ هم جای ماها 30-40 نفری بود که رفتیم، روبرو هم مسعود رجوی با محافظاش. شروع شد بحث و به حال صدا می زد آدم ها رو تک تک یه چیزایی تو گوششون می گفت، و تا اینکه به حال نوبت ما رسید ما رو صدا کردند و محافظا دور ما گرفتند و صحنه سازی و نزدیک نشی و فلان. ما هم رفتیم نزدیک و مسعود رجوی بیخ و گوش ما که یک شخصی به اسم سیامک حاتمی اینجا اومده تو زندان اعتراف کرده که درست میگفت در زندان عراق یه پروسه 2 هفته این ما با این آقا که الان فکر کنم ایران باشه در زندان عراق قبل از ورود به سازمان در زندان بغداد بودیم و استخبارات دوست بودیم، اون میخواست بره سازمان منم میخواستم برم، هیچ بحثی هم نبود، هیچ موضوعی هم در بین ما جز تعریف خاطرات و گذشته و اینا نبود. مسعود رجایی به ما گفت این آقای سیامک حاتمی اعتراف کرده که شما گفتین که من، یعنی به اصطلاح من نفوذی هستم و از طرف دولت ایران اومدم برای ترور مسعود رجایی و مریم رجایی. ما هم به اصطلاح با اینکه میدونستیم تو پرونده پاکه و با اینکه میدونستیم خبری نیست، ولی به هر حال ما یک ریل چک امنیتی داریم و مجبور بودیم و فلان از این حرفا باید میرن. ما صحبت ما هم تمام شد و ما هم اومدیم نشستیم و بعد از این داستان ها تمام شد اونا اون بر نشسته بودن، ما هم این بر چارچشمی ما رو نگاه میکردن و این داستان ها که تمام شد ما رو آوردن بیرون، برگردندن همون محل قبلی. بعد از یکی دو روز گفتن شما برمیگردید به مقرهای ثابت خودتون که اونجا بودید. حالا ما آدمای مثلا من شخصا 6 ماه رنگ آفتاب رو ندیده بودم، رنگ سفید، رنگ روی پریده، لاغر، وزن من از 75 کیلو رسیده بود به 67 کیلو، آدمی ضعیف و به اصطلاح از استرس و غم و قصه روزگار و اینکه ما اومدیم به هر حال بجنگیم برای دموکراسی الان دشمنمون شدن اینا، و برگشتیم همون مقرهای قبلی خودمون. این دوستانم، دوستان عزیز و رفقای عزیز ما آقای بهمن و عادل اعظمی هم موقع با ما در یک مقر بودیم، رفتیم اون مقر و آدما همون آدمای قبلی و به هر حال همه ما رو میشناختن. و بعد ما قافل از این که اینا میدونن عادت دارن به این مسائل، اینا قبلا هم دیدن از این داستانا، بعد همه آدما به یک چشم مشکوک به ما نگاه میکردن، ما تأخیر میشدیم، اونا میفهمیدن چه بلای سر ما اومده و ما هم بیخبر از همه چیز. و بعد در این پروسه هم خلاصه اینا هر روز ما را صدا میکردن، مثلا برادر مسعود فلان حرف رو زده، فلان سلام رو رسونده برادر، الان وضعیتتون تو چه نقطه‌ایه. میخواستن برها زیر زبون ما بکشن و از طرفی هم ترس داشتن نکنه ما در این شرایطی که بیرون اومدیم دست به اقدام بزنیم، کاری بکنیم برها. میخواستن حرف ما رو بکشن و بفهمن ما در چه نقطه‌ای هستیم، موضوعشون هم اصلا ما نبودیم، دستوزی برای ما نبود و برها از این داستان غافلگیر نشیم. آقای سیفی، بله ببخشید، فکر کردم قسمت اول با تموم شد، چون امروز قرار شما در 2 مورد صحبت کنید. اون مورد دوم هست به اصطلاح شرایط سختی که جدا شده ها در آلبانی مواجه هستند. خودتون هر وقت خواستید به اصطلاح در اون مورد هم صحبت کنید و
برای ماها توضیح بدین، چون خیلی از ماها فکر میکنیم که دیگه شماها الان آمدید در بهشت برین بعد از اون اشرف و لیبرتی و اینها و دارید خیلی خوب زندگی میکنید، ولی مثل که شرایط اینجوری نیست. از اون عکسهایی که دیدیم که حتی پنجره های ساختمون های آلبانی رو اینها با رنگ و کاغذ و اینها پوشوندن، در صورت اگه یه مقداری از اون قسمت بگید و بعد از شرایط جدا شده ها رو ممنون میشم ازتون. بفرمایید. رو چشم من خدمت شما هستم. به هر حال شما، نه شما نه هموطنان بیگانه با این دم و دستگاه سرکوبگر واقعا نیستن و نبودن و به شکر خدا و ارتباطات و اصلی که درش هستیم هیچ چیزی پوشیده نمیمونه. همینطوری هم که گفتید، به هر حال اینا واقعا اون داستان زندانسازی رو در به اصطلاح اروپا و همین آلمانی هم الان دارن کماکان با شانتاژ و فشار و تهدید و پول و هزینه کردن مالی اونا دوباره دارن این دستگاه رو برقرار میکنن و به اصطلاح میخوان آدم ها رو بند بکشن، ولی کور خوندن، به نظر من نمیتونن. و این محل جدیدی هم که ساختن هدفی جز این نداره و ادامه این پروژه به نظر من به گل نشسته و شکست خورده است. و ما هم به هر حال خدمت شما عرض کنم، علی‌رغم اینکه به دنیای آزاد اومدیم، علی‌رغم اینکه خودمون مشخصا تصمیم میگیریم مسیر زندگیمون رو ادامه بدیم و دوستانی هستن، دوستان با شرفی که واقعا ما رو تنها نذاشتن در سخت‌ترین شرایط، در لحظاتی که قلبمون به حنجرمون رسید بعد از حدود 30 سال خدمت به این دم دستگاه، ما را بدون هیچ رحم و مروت و به دور از تمام خصایص انسانی ما را وسط خیابان بدون یک دلار، یک ریال و یک پشیزی آزاد کرده و ول کردن به اصطلاح، اونم به اجبار و به خواست خودمون که دیگه نخواستیم با این فرقه بمونیم و جدا شدیم و داستاناشو من گفتم، مقالهاشو نوشتم که به هر حال ما در نقطه هستیم الان در این آلبانی. خدمت شما عرض کنم، من، بهمن، منوچهر و تعدادی از دوستان که به طور واقعی از طرف هیچ ارگانی، هیچ کسی ما نه ساپورت میشیم نه پشتیبانی مالی داریم و الان هم در وضعیت بسیار بدی هستیم به لحاظ مالی، به لحاظ پولی. حتی به طور واقعی سال نو هم داره نزدیک میشه. ماها خب شاید به هر حال برای من سخت باشه، برای کسی که 30 سال آدم روشن فکری که با هدفی و با انگیزه و آرمانی دنبال هدفش بود الان این حرفا رو بزنم، ولی به هر حال باید گفت تا هموطنان بشنون، تا همه دوستان، شما و دوستان دیگر در تمام اقصا نقاط دنیا بشنون که ما چه وضعیتی داریم و چه ظلمی و چه نامردمی بر ما رفته و میره. ما از همه طرف در محاصره هستیم. کمیساریا میگه ما مسئولیتی نداریم، این توافقیه که دولت آمریکا با دولت آلبانی و گروهک کردن و ما هر مسئولیتی هست در قبال شما باید گروهک تامین کنه مسائل مالی شما، مسائل حقوقی شما رو. و متاسفانه ما تلاش کردیم، چندین بار با این گروهک تماس گرفتیم، موفق نشدیم. یک بارم که موفق شدیم تماس بگیریم با توهین و بد و بیراه، این که در دنیایی که هر کس آزاده با هر کسی تماس تلفنی ارتباط داشته باشه که شما این شماره رو از کجا آوردید و چرا با ما ارتباط گرفتید، و به هر حال پلیس خبر میکنیم از این داستانا، این در وضعیتیه که ما رو با تحقیر و توهین از محل خانه خودمان که 30 سال براش زدیم و عمر و جوانی و هستیمون رو گذاشتیم بیرون کردن. حتی کارتای شناسایی و اعتباری که آمریکا به ما داده بود در قبال گرفتن همه چیز ما، اونا را با تهدید و طبق قوانین خود ساخته که این مال سازمان مجاهدین از ما گرفتند، و ما به هر حال الان در خدمت شما هستیم و هیچ ارگانی به طور واقعی هیچ کمکی به ما نکرده و نمیکنه و الان هم در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبریم. به طور واقعی خدا را شاهد میگیرم، اینو از صمیم قلب شما میگم که ما نیازمند کمک دوستان و به هر حال این ارگانایی هستیم که تعهد پذیرفتن به اصطلاح ما را آوردن تو این مملکت که ما را تامین کنن. اگه فردای روزگار ما نخواستیم با این گروه یا با هر گروهی، با هر کسی دیگه، عقیدمون هر چی بهمون گفت، آزادانه بتونیم عمل کنیم، بتونیم
ساپورت میشیم، پشتیبانی مالی میشیم، ولی متاسفانه الان نه کمیساریا، نه یو این، نه کسی، نه هیچ ارگانی به ما کمک نمیکنه. ببخشید، یعنی آقای سیفی، یعنی هنوز مثلا حقوق ماهیانه شما رو سازمان میگیره؟ حقوقی به ما نمیده جناب. بله. ما الان ما و تعدادی از این دوستان که گفتم، ما حقوقی نمیگیریم از کسی و هیچ کسی الای خانواده های بدبخت و فقیری که در ایران داریم. یک مقدار محدود ناچیزی بخور نمید برای ما فرستادن، ما از هیچ کسی هیچ چیزی دریافت نکردیم. الان هم تعدادی هستن که بله از طرف مجاهدین تأمین مالی میشن و وابسته به اونان و کماکان ایران رو زیر سلطه خودشون گرفتن و حتی در این دنیای آزادم بازم بهشون دیکته میکنن، بازم بینشون تفرقه انداختن، بازم به اصطلاح محدود و محصورشون کردن. و این داستان کماکان متاسفانه در این دنیای آزاد، در دنیایی که باید آدم آزاد باشن، خودشون تصمیم بگیرن، محتاج لقم نونی نباشن، باز این داستان متاسفانه خدمت شما عرض کنم ادامه دارم. بسیار ممنونم. امیدوارم که دوستانی که در سازمان‌های مختلف هستن یا حتی افراد معمولی که دوست دارن به اصطلاح نوع بشر کمک کنن، به شماها کمک کنن، مخصوصا در این شرایط. آقای سیفی، توی این برنامه‌هایی که الان دوستان چند سال هست از تلویزیون مردم دارن، یکی از کارهای خوبی که انجام دادن این بوده که جواب میدن و پاسخگو هستن به پرسش‌هایی که دوستان انجام میدن. الان من با شما صحبت میکنم، یکی از دوستان خوب ما که ایشون هم کرد هستن، آقای عبدالله زاده اینجا، آقای عبداللهی اینجا با بستر تو همین منطقه هم هستن، عکسشون الان نشون میدم. ایشون میپرسه که از ایشون بپرسید شما که کرد بودید چرا رفتید با سازمان، مخصوصا بعد از اون عملیاتی که اینها کردکشی کردن. و این به اصطلاح سوال بزرگیه، میدونم که شما تنها کردی نیستید که اونجا بودید، ولی چجوری اینها، شنیدم که شما گفتید تبلیغاتی که در رادیو میشد و اینها، یعنی شما بیخبر بودید از اینکه اینها به کردستان حمله کردن، بیخبر بودید از اینکه حتی اینها در عراق به کردهای عراقی حمله کردن. یه مقداری توضیح بدید، چون ایشون سوال کرده، روی فیسبوک هم هست، اگه بخواید بعدم میتونید باشون تماس بگیرید مستقیما. ایشون یکی از افراد بسیار نیک و انسان شریفی هست در این منطقه و همینجوری که میبینید در عکسش فعالم هست. این عکس در یه مایلی به اصطلاح مرز ایران هست. بفرمایید. هستم پاسخ میدم. من گفتم خود شما هم به درستی توضیح دادیم، ما اون موقع جوانی بودیم 19 20 ساله و بی اطلاع واقعا از همه چیز. اینا به اصطلاح عملیاتی هم که کرده بودن این نبود، بحث کردکشی نبود، ما از همه چیز و کاری که اینا در عراق میکردن بی اطلاع و خالی از ذهن بودیم به طور واقعی. و خودتونم میدونید یک آدمی که به هر حال یک چند در فضای اجتماعی اون زمانه، مثلا 30 سال پیش، یک معسلی بوده، بچه معسلی بوده، مقداری درس خونده، بعدم خدمت سربازی و بعدم به هر حال اون شرایطی که من توضیح دادم خدمت شما، تصمیم گرفته کاری بکنه. به طور واقعی هم ما هیچ معلومات و هیچ شناختی نسبت به این گروه در عراق و اعمالش و کارهاش و مسائلی که با صدام داشتن و دست به دست کردنشون و اینا ما خبر نداشتیم به طور واقعی. یعنی من حتی بعد از سالیانم که اونجا بودم خبر از این داستان و کردکشی اینا نداشتم به طور واقعی و نمیذاشتن این مسئله درد پیدا کنه. و هر کس هم صحبتی میکرد از این در این رابطه، اینا میگفتن ما به کردها مقدمون خدمت کردیم، اینا بودن که به ما خیانت کردن و فلان و از این حرفا. ولی به اصطلاح ما در همون دنیای ارتباطات محدود که خودتون میدونید ما چه شرایطی داشتیم، ما حتی در سن 40 خورده سالگی ما یک گوشی معمولی و یک ارتباط معمولی با دنیای بیرون نداشتیم، ما کامل قطع بودیم متاسفانه. ولی دهن به دهن از همون آدمایی که به هر حال اونجا بودن و قدیمی تر از ما میشنیدیم که یک موضوعاتی بوده و در مناطق کردی اتفاقاتی افتاده، ولی اینو سازمان به نفع خودش قبضه میکرد، نه اینکه کردکشی کرده، نه اینکه جنایت کرده، نه اینکه کاری مرتکب خلافی شده.
این سوال آقای عبداللهی هم درسته، به هر حال به ذهن هر دوست و هر آدم شریف و غیوری که دردی داره به اصطلاح میزنه این سوال، سوال خیلی ها هست. و الان ما که به دنیای بیرون وصل شدیم، به دنیای ارتباطات، واقعا میفهمیم که خانه متاسفانه از پایبست بیرون بود. بسیار ممنونم. من یک خبر خوب به شما بدم، یکی از دوستان خوبی که خودشون هم قبلا مجاهد بودن، آقای عیسی علیپور از سوئد، از من خواستن که به اصطلاح کانتکت اینفورمیشن شما رو به ایشون بدم تا باهاتون تماس بگیرن، چون این ایام ایام سال نو هست و اینها، ایشون بتونن به شما تا اونجایی که امکان داره کمک کنن. من به نوبه خودم ممنونم. ضمناً ببخشید، من آقای عبدالله زاده رو گفتم عبداللهی، آقای جمال عبدالله زاده هم یکی از دوستان خوب ما هستن که اگه با ایشون هم در تماس باشید، مطمئنم که میتونید به سرعت با دوستان دیگه، مخصوصا با دوستان کرد، خبرهای جدید به اصطلاح آشنا بشید. و اون صحبتی رو که شما گفتید، من میتونستم برای آقای عبدالله زاده بگم که وقتی میکروفون دست رادیو عراق و سازمان مجاهدین هست و اینها، خب اونها تبلیغاتی میکنن که به نفع خودشونه، همون جوری که آخوندها تبلیغاتی میکردن که به نفع خودشون بود، و دروغ ها از دو طرف پخش میشد. حالا بستگی داره که شما کجا باشی، به کدام استیشن، به کدام ایستگاه رادیویی نزدیکتر باشی، و قدرت بلنگوی اون و نفوذ شستشوی مغزی اون بیشتر باشه، خود به خود آدم ها جذب میشه. در همین آمریکایی که ما الان نشستیم، شما کانال تلویزیون رو که میچرخونید، کانالی که طرفدار آقای ترامپ، وقتی حرف میزنه پیش خودت میگی راست میگه ها، دو دقیقه دیگه میری یه کانال دیگه حرفای اونو میشنوی میگی راست میگه. یعنی عقل بشر یه جورایی قابل به اصطلاح چی میخوام بگم، فلکسیبله، یعنی میشه روش کار کرد، و به همین وسیله افراد دیکتاتور استفاده میکنن و از جوانها مخصوصا از جوانها سوء استفاده میکنن، چون اینها احساسات پاکی دارن و زود میشه مثل درخت جوان که میشه به چرخونش به هر طرفی میخواد. از آقای عبدالله زاده بسیار ممنونم، از آقای عیسی علیپور بسیار ممنونم. دوستان دیگه هم اگر مایل هستید، من یه جایی خوندم که یکی از این دوستان نوشته بود ما الان چند نفر در یک اتاق زندگی میکنیم. حتی آقای کرمی توضیح داد که پولی رو که سازمان ملل میده برای پناهنده ها، پناهجویان، اینو سازمان مجاهدین میگیره و به اینها نمیده. حالا چجوری؟ دلیلش خیلی واضحه، چون آلبانی شرکت یک کشور فقیری هست، تو کشورهای فقیر کراپشن و خرابکاری و نمیدونم به اصطلاح فساد زیادتره، اینا میتونن آدم ها رو بخرن. در صورت من از شما خواهش میکنم، از آقای رزاقی، از آقای کرمی و از دیگر دوستان، که روی فیسبوک با این دوستان در تماس باشید، و اینجور نباشه که خدایی نکرده شما بگید که من همون زندان بودن در سازمان مجاهدین برام بهتر بود، اقلا صبحونه و نهار و شام و اونها چیز میکردن. چون یکی از مشکلات دیگه شماها اینه که، ببخشید اینو میگم، ولی هنوز مثل بچه‌هایی که دارن مدرسه میرن و دیپلم میگیرن و اینها، هنوز خودتون با زندگی حقیقی روبرو نشدید. و بازم شماها شانس آوردید که قبل از شما افرادی مثل آقای عبدی، مثل آقای بیدی، مثل دیگران هستن، آمدن، اونها به شما راهنمایی میکنن. باور کنید همین که یه نفر به آدم نشون بده چجوری بلیط بخر، سوار مترو بشو، همین که یه نفر نشون بده که از کدوم فروشگاه خرید کن که ارزون تر باشه، خودش کمک بزرگی که ممکن آدم تو اون شرایط متوجه نشه. من یه بار دیگه آزادی شما رو بهتون تبریک میگم، براتون آرزو میکنم هر روز بهتر از روزهای قبل باشه. باز ساکت میشم و میکروفون در اختیار شما تا بتونید، گفتید 27 سال شما با این سازمان بودید و آخرش شما رو تو خیابون رها کردن بدون کارت شناسایی و بدون حقوق. و دوستان اینم نتیجه، شما یک جایی 5 سال کار میکنید، وقتی میخواییم بریم، همین دیروز بود یک خانمی از وایت هاوس که ماهی سالی 180 هزار دلار حقوق میگیره، وقتی کردنش بیرون تا 20 ژانویه بهش حقوق میدن. یعنی این حقوق میدن که این بتونه وقت داشته باشه بره یه کار دیگه پیدا کنه. و دریغا که این سازمان مجاهدین حق و حقوق اینایی هم که جدا شدن بهشون نمیده. اگه 250 دلار، 500 دلار، نمیدونم، بگه آقا این سهم تو
برو به سلامت تا این دوستانم بگن خب این همه با ما بدی کردن، اقلا دست آخر روی خوش نشون دادن. ببخشید که من زیاد صحبت کردم، بفرمایید. آشترم، اتفاقا صحبت های شما روشنگره و واقعا این واقعیت قضیه است. متاسفانه اینجوری شده الان، چون به هر حال همینطوری هم که خودتون گفتین الان در این دنیا، حتی نه در این دنیایی که الان اصل ارتباطات و اونجا حتی چیز در گذشته هم همین بوده، در قدیم هم ما از پدرانمون شنیدیم، به هر حال وقتی یکی در یک محیطی، در یک کاری، در یک شرکتی عصای دست یکی، زیربال یکی رو میگیره، بعدش بهش خیانت نمیکنن که، به هر حال کمکش میکنن. اگر یه وقتی اختلاف نظری، اختلاف عقیده‌ای بود، به هر دلیلی کسی نخواست، جبری نیست، انسان آگاهست، به قول خودشون میگن آگاهی و اختیار، و انسان مختاره، انسان انتخاب میکنه، به هر حال میبینه حول و حوش خودشو. خب این دلیل نمیشه که دوستانی به هر دلیلی نخواستن، بعد از یک پروسه در جریان عمل به این رسیدن که باید جدا بشن، الان اونجوری با کمال نامردی با اینا برخورد بشه، حق و حقوقشون خورده بشه، حقشون زیر پا گذاشته بشه. مثلا به چه حقی؟ آیا واقعا در این دنیا این حقه؟ یعنی واقعا کسی اینو میپذیره؟ مثلا آیا این انسان ها حق حیات دارن، حق زندگی دارن، ندارن؟ یکی هست پاسخ بده به اینا یا نه؟ چون مسائل زیاده، واقعا مسائلی که درد آوره زیاده، چون به هر حال خیلی ممکنه خبر نداشته باشن. ما الان خب به هر حال گفتم بدون همین که در دنیای آزاد هستیم، خب به هر حال تصمیم میگیریم چجوری مسیر خودمون رو انتخاب کنیم، این خودش 51% داستانه. ولی خب به هر حال باید صدای ما به گوش بقیه برسه، این دوستانی که هستن دستشون به جایی میرسه، باید تلاش کنن، کمک کنن به این رفقا، به این عزیزانی که اینجا هستن، به هر حال به قول شما جوانیشون و عمرشون و همه هستیشون رو گذاشتن، اینجوری بی پشت و پناه نمونن، چون این رسم روزگار نیست به طور واقعی، این کار درستی نیست، این حق این دوستان نیست. همین. بسیار ممنونم آقای کرمی. نوشتن که بله، دلیل خیلی ساده و روشن است. این یک معامله بود که ما بین دولت آمریکا و کمیسریا و فرقه رجوی شد که این پول به دست فرقه برسد. در صورتی که من خودم میدونم که اصلا این چیز قانونی نداره. حتی توی فامیل، بچه، همسر، اینها حقوقشون جدا، حسابشون جدا، کاغذشون جدا. ولی چگونه سازمان مجاهدین تونسته همچین کاری انجام بده؟ باز برمیگردیم به حرف آقای عیسی علیپور که میگن سازمان‌های بسته متاسفانه همه نوع فسادی داخلش هست و همیشه اینجوری عمل میکنن تا روزی که به بنبست برسن. بفرمایید. آقای سیفی، موضوع دیگه ای هست که شما بخواید عنوان کنید، یا اینکه بریم با آقای کرمی باشیم و در برنامه‌های آینده منتظر شما باشیم؟ آشترم، قربان شما، من در برنامه امروز میخواستم حول همین دو موضوعی که شما در ابتدا توضیح دادیم به دوستان صحبت کنم. به هر حال ممنونم از این وقتی که گذاشتین، تشکر میکنم از دوستانی که این برنامه رو میبینن، تشکر میکنم که وقت گذاشتن، توجه کردن، بسیار سپاسگزارم. عرضی ندارم، اگر امری هست در خدمتتون. من ممنونم از شما، خیلی خوشحالم که هم آزاد شدید، خوشحالتر که مهمون ما بودید. امیدوارم فرارسیدن این ایام تعطیلات و سال نو به اصطلاح نوید آوردن روزهای بهتری برای شما باشه، مخصوصا در زندگی جدیدتون، و در برنامه‌های آینده که شما یا دوستان رو می‌بینیم، شما با خبرهای بهتری بیاین به ما خبر بدین که دوستان کمک کردن، شما اونجا مشغول یاد گرفتن زبان یا کار و اینها شدید، و هر روز خبرهای بهتر از شما داشته باشیم. خیلی ممنون که با ما بودید. دوستان عزیز، با آقای سیفی بودیم. اجازه بدید که از ایشون خداحافظی کنیم و بریم سراغ آقای کرمی. و آقای کرمی هم امروز درباره دو سه موضوع میخوان صحبت کنن در رابطه با عملکرد رجوی در 5 سال گذشته در آلبانی. چقدر زمان زود میگذره، من اصلا فکر نمیکردم که اینها 5 سال هست که در
آلبانی هستم. اجازه بدید من تماس بگیرم و شما رو از آلبانی ببرم به کشور فرانسه و شهر زیبای پاریس. آقای محمد کرمی قبلا هم مهمان برنامه بودن، ویدیوهای ایشون موجود هست و با تایپ کردن اسم ایشون در گوگل، یوتیوب میتونید به اونها دسترسی پیدا کنید. آقای کرمی سلام، طبق معمول به شما خوش آمد میگم، تشکر میکنم که با ما هستید و امیدوارم که روزهای بهتری در انتظارتون باشه، مخصوصا این سال 2018، و به نظر میرسه که سال 2018 سال دوستان از آلبانی خواهد بود. نظر شما چیه و بگید که این دوستان که میان، شماها احتمالاً خوشحال میشید که سازمان نتونسته اون کاری رو که میخواد انجام بده و اینها رو نگه داره و همون کلمه‌ای رو که شماها ازش استفاده میکنید به عنوان ریزش، عملاً داره تحقق میپذیره و هر روز شاهد این ریزش هستیم. بفرمایید، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. سلام خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. آقای سرده، طبعا ما خیلی خیلی خوشحال میشیم هر کدوم از این دوستان عزیز ما که از فرقه رجوی آزاد میشن و راهای خودشون رو به دست میارن. خب یک واقعیت تلخی هستش که سران فرقه رجوی بخصوص مریم قجر ارزدانی تمامی تلاش خودشون میکنه که بتونه این راهو ببنده که این دوستان نتونن جدا بشن. اما اقسام سنگها رو سر راهشون میندازه. الان آقای سیفی اشاره میکردن حتی کارتای شناسایی این دوستان ازشون میگیره، چون که میخواد تو دل اینا ترس و راه وحشتی به نوتی میرن بیرون. هیچ کنه مدرکی برای اثبات شناسایی این شخص آقا چی بوده وجود نداشته باشه. دیر پلیس بزن چون خود پروسی یک پروسی رتینر بشته که کی هست و چی هست. باید تو خلوص بطلقه به اینکه اینو زبان هم نمیتونن و به ام داره پنج اندازی میکنه، اذیت میکنه که بتونه بیشتر این دوستان رو اذیت بکنه، بیشتر باعث بشه این دوستان جدا نشن. خوشبختانه علی رغم تمامی این سختی هایی که بوده، این دوستان ما تمامی بلاها رو به تن میخرن و دارن آزاد میشن. و همونطور که شما هم اشاره کردین، سال 2018 سال خیلی خوبی هست برای دوستان ما. ما از نوبت خیلی خیلی خوشحال هستیم و خبرهای خوبی هم در توی راه هست برای این دوستان، چون که به خاطر اعتراضات زیادی و نامنگاره مختلفی که برای مقامای کمیساریات در ژنو، در آلبانی و در جاهای مختلف در کشورهای مختلف انجام دادیم سر مسئله حقوق این افراد، برای اون کمک هزینه که کمیساری و پناهنده ها میده، اینطور که در خبرها داریم میاد در سال 2018 قرار خود کمیساری آلبانی این پول به افراد بده که اگر این اتفاق بیفته، اتفاق خیلی خیلی خوشایند برای دوستان عزیز ما که در درون فرقه رجوی هستن. چون وقتی که پول دست نفر باشه هیچ چیش نمیدونه جلو دارش باشه و به همین خاطر اینه که سال 2018 به این سمت میره که تتاقارمونده این فرقرم در باد بده. اون ماجرای اشرف سه و اون کمپی رو که اینا میخوان برن، اون به چه صورتیه؟ خبری دارید جدیدن از اون؟ چون شنیدم خانم رجوی اصلا میشه گفت که الان فقط توی آلبانی زندگی میکنه و همه تلاشش اینه که این به قول معروف آمریکایی‌ها میگن در این قوطی باز شده و باید یه جوری جلوی فرار این دوستان رو بگیره. چه کار میکنه و هدفش چیه؟ حالا تازه اینها رو نگه داشتی، اینها رو بردی اشرف 3، اصلا بردی اشرف 999، هزار تا اشرف درست کردی. حاصلش چیه؟ حاصل این اشرف ها به غیر از 120 هزار کشته، به غیر از شکست های افتضاح آور، به غیر از آویزون شدن به صدام و امروز هم به عربستان سعودی و قبلا هم به پادشاه اردن و اینها، حاصلش به غیر از اینکه روزی شما بر علیه کپیتالیسم می جنگیدید، امروز تو
توی به اصطلاح راهروهای این مجلس آمریکا دارید گدایی میکنید، چه خواهد بود؟ یعنی چجوری میتونن اینها توجیه کنن این کاری رو که دارن انجام میدن؟ خب خیلی ساده، معذرت میخوام آقای سلیمان، اول یک جمله اینجا تصدیق کنم. این 120 هزار نفری که سازمان مجاهدین ادعا میکنه، این کشک و پوشاله. چنین آماری نیستش که از زندانیان که تعداد 120 هزار تا کشته شده باشه. این واقعیت نداره. ما نمیخوام بگیم نه تو ایران کشته نشده، زندانی سیاسی بری کشته شده، اما این آماری که سازمان مجاهدین از اون نزدیک 15 سال پیش اعلام کرده بود 120 هزار تا، رو 120 هزار استوب خورده. آقا تو این 15 سال 20 سال کسی کشته نشده؟ چون سال 72 سال 72 ما اون سال 95-96 هستیم. یعنی در عرض این 72 تا 96 در عرض این 22 سال 23 سال هیچ کشته به این آمار اضافه نشده. به همین خاطر میگه این آماری که سازمان مجاهدین اعلام میکنه، میگه 120 کشک و پوشاله. بله. دروغ داره میگه. خیلی واضحه. آقای رزاقی، آقای کرمی، مثلا اون کشتار سال 67 که میگه 40,000 تا. در صورت که آقای مستقام با اعصامی حساب کرد گفت آقا 4,300 خورده ای بوده. ببینید یه روشی هست که اولا اجازه بدید من تشکر کنم از آقای رزاقی از فرانسه. ایشون نشتن آقای سوربی مریم قجر رئیس جمهور باسمیه حسرت به دل کشورداری در اوور سورواز ول کرده رفته در آلبانی نشسته، هر روز به سرش میزنه که اعضا جدا نشدن. بذارید من یه روشی رو بهتون بگم. در به اصطلاح مناظره و گفت و شنود یه روشی هست که وقتی طرف مقابل منطقی صحبت نمیکنه، بهترین کار اینه که شما بگید بله شما درست میگید. مثلا من به دوستان طرفدار پادشاهی میگم شما درست میگید، مگه نمیگین 99% مردم ایران نشستن منتظر آقا رضا پهلوی؟ بعد طرف میگه بله. میگه من میگم من هم قبول دارم. حالا من از شما میپرسم پس چرا آقا رضا نمیره؟ اون وقت ببینید از خودشون گرفتی و دیگه حالا نمیتونن چیز کنن. شما اصلا نگو 3000 تا کشته شده، 4000 تا، چون فوری برچسب مزدور جمهوری اسلامی بهت میزنن. بگو 40,000 تا که خوبه، 50,000 تا کشته شده. و بگو ما 120,000 تایی که شما میگید، میگیم شما اشتباه کردید، 200,000 تا کشته شده. اگه سازمانی 200,000 تا کشته از به اصطلاح داره، نشونه بیلیاقتی رهبرشه، نشونه بیلیاقتی فرمانده ارتششه. تو هر سازمانی، تو هر ارتشی وقتی که شکست میخورن فرمانده ها رو عوض میکنن، چون سرباز که نقشه نمیکشه، سرباز اجرا میکنه، اون فرمانده است که نقشه میکشه، اون فرمانده است که دستور میده. پس اگه با شکست مواجه شدن، افرادشون از دست رفت، اون فرمانده باید جوابگو باشه. شما به اینا بگو شما درست میگید، 120,000 تا کشته دادید، آفرین، تقسیم بر 50 سال کنید، نشون میده هر سال 2000 خوش شما هرچی زودتر توقف کنید این سازمان رو، تعداد کشته هاتون متوقف میشه و هرچی ادامه بدید به صورت میانگین سالی 2000 خورده کشته دادید. اینجوری میشه باهاشون یه جوری بحث کرد و افرادی رو که هوادارشون هستن به فکر انداخت که بابا اینا هم درست میگن. آخه این چه سازمانی که به تعداد کشته شده هاش افتخار میکنه، نه به تعداد کیلومتر مربعی که از آخوندها گرفته، نه به تعداد آخوندهایی که از بین برده. من حتی به آقای عبدالله زاده گفتم آقا شما به این دوستمون میگی که چه فایده داره امروز میاین از مجاهدین میگید و باید برید بجنگید، شما چرا خودت نمیری بجنگی؟ شما که اسلحه داری. بعد ایشون نوشته که من در یک کیلومتری ایرانم رفتم و آمدم. گفتم خب چیه، میری اونجا میجنگی بعد میای مرخصی آمریکا زندگی میکنی؟ میدونید اصلا منطق مثل که بار بر بسته و رفته. در اصل من ممنون میشم از شما، بفرمایید. بازم تشکر میکنم از دوستانی مثل آقای رزاقی که ما رو کمک میکنن در اداره این برنامه ها و روی فیسبوک با ما همراه هستن. دوستان عزیز لطف کنید این برنامه ها رو با دیگران هم شیر کنید یا در میون بذارید. بفرمایید. آقای البته من بیشتر به این مرد میگودم چون که در عرض این 22 سال آقا سوربی از سال 70 به ایران آمار چکون نخورده، میگه میشه. پس این همه اعدام شده توی این مدت اینا چی میشه؟ یا باید بگیم آقا زندان سیاسی وجود نداشت؟ اگه وجودش توی این 22 سال خب چند نفر کنید؟ چرا آقا یک نفر اضافه نشد به این آمار؟ من بیشتر این قسمتش بود. بعد اتفاقا من بحث امروزم در رابطه با همین داستان اشرف سه هستش که میخوام
اینو بیام اصلا یه مقدار حلاجی بدیم، میخوام یه توضیح بدم پروسه ای که فرقه رجب ازرق که اومده به آلبانی و چرا اصلا تو آمد تو آلبانی چی شد و چرا تبدیلش کردن، که من ادعا دارم که فاطمه مجاهدین اصلا تبدیل کردن به آلبانی به خصوص به این اشرف سه. من میخواستم این موضوع امروز اینجا توضیح بدم، باز کنم که وقتی میگیم تبدیل کردن یعنی چی کارشون کردن و اشرف سه اصلا برای چی؟ اینه که شما میگید آن مریم قجر ارزوان رو عامل تو آلبانی نشین شده. ببین قبلا آقای صبحی کسی میخواست با مریم قجر صحبت کنه که اصلا کسی آدم حساب نمیکرد و تو نشست های عمومی میگه کسی که اونجا حرف بزنه، میگه این خانم میومد با کشی بسیم حرف بزنه، الان تک با تک با نفرات میشینه التماس میکنه به نفر، میگه زن میخوای بهت میدیم، پول میخوای بدیم، خونه میخوای بهت میدیم، هرچی میخوای بهت میدیم، همینجا کنار دست خودمون زندگی کن نرو. آقای کرمی، آقای کرمی، شما وقتی این چیزها رو میگید من یه مقداری اینجا لبخند میزنم. یادم میاد ما مثلا دبیر بودیم، خب اگه یه کلاسی 40 نفر توش بود، 50 نفر داخلش بود، پدر مادر یه کسی میومد شکایت میکرد که آقا چرا وقت کافی نمیذارید، میگفتیم خب بابا شلوغه نمیرسه به همه. ولی وقتی یه کلاسی خصوصی بود 7 نفر داخلش بودن، دیگه اون موقع عذری نداشتیم. الان هم خانم مریم قجر که من میگم چرا ما میگیم مریم قجر، از شما هم یاد گرفتم، دلیلش اینه که توی ایران هنوز خانم ها فامیل همسرشون رو یدک نمیکشن و هر کسی فامیل خودش رو داره و خیلی هم اتفاقا کار خوبیه. توی آمریکا هم کم کم شروع کردن این کار رو انجام میدن. ببینید خانم مریم قجر از دانلو عذرش موجهه، اون موقع تعداد زیادی بودی وقت نمیکرد بیاد با یکی یکی صحبت کنه، الان تعداد کم شده خب وقت میتونه داشته باشه و بیاد صحبت کنه. ببخشید که من گاهی وقتی اصلا درست اینه که اون موقع زندان بوده که اون درست سید و رئی صدام مفتوده و در این کلت احجایی صدام میبرد تو کمر روز سن درست میزد کمر، میگفت هر کی بخواد فرار کنه این چکاش این زندان میزنیم لهش میکنیم. تو زندانهاش نفر رو سربنیست میکردن، اسامی و آدرس و مشخصات نزدیک 100 نفر من خودم دارم که تو سازمان سربنیز کردم. اون موقع یک اربابی داشته اینطور عربده میکشید، از اون کسی ندارن میاد التماس میکنه، فقط اختلاف تو دو اینچیه، نه اینکه تعداد آمار اختلاف زیاد چیز ترش تاثیر نکرده. اون موقع قدرت داشتن، از موقع قدرت میاد حذف میکرد، الان قدرت نداره میاد التماس میکنه، این اختلاف وجود داره فقط. بله آقای کرمی، اینها واقعا 5 سال هست که الان در آلبانی هستن؟ چون بله تاپیک من الان تو همین چیز دارم بخوام تاریخ دقیقش الان به تو من میگم چه زمانی اینو میدم تو آلبانی تاریخ دقیقش من تو این بحثا اون نوشتم از چه زمانی در تاریخ 7 می 2013 یعنی 17 اردیبهشت 1392 اولین سری اومد داخل کمپ آلبانی. بله بله چه زود میگذره زمان. بله من واقعا فکر میکردم ماکزیموم اینا مثلا 3 ساله که اونجا هستن و 30 سال، چقدر بیشتر از 30 سال در عراق بودن و حالا هم 5 سال در آلبانی. ببینیم چه خواهد شد، چون یکی از دوستان برای من نوشت که آقا 40 سال در مقایسه با تاریخ که از هزاران سال صحبت میشه عدد و رقمی نیست. گفتم یعنی شما یه جورایی داری به من میگی که من باید یه 50 سال دیگه صبر کنم تا یه حرکتی ببینم. ولی خب یادتون باشه سازمان مجاهدین در به اصطلاح گرفتن اعضای جدید ناموفق بوده و فقط اعضای قدیمی که همشون هم ماشاءالله درد مفاصل و دردهای مزمن و اینها دارن، با اینا حالا ما 50 سال دیگه صبر کنیم که اصلا خاکستر اینها باقی میمونه. در صورت این هم یک معمایی هست که دوستانی که هوادار هستن یا مسئول سازمان مجاهدین هستن ازشون دعوت میکنیم، چه در برنامه های کانون آوا، چه در برنامه های خود من و تلویزیون مردم با دوستان باشن تا ما ببینیم که در مغز اونها چی میگذره. من ساکت میشم آقای کرمی، خود شما سکان رو در دست بگیرید و درباره موضوعاتی که میخواین صحبت کنید امروز صحبت کنید. بفرمایید. من بعد ادامه خواهم داد، بعد شما هم از جانب بینندگان و شنوندگان ما سوالی هست شما از جانب اونو به من بگید کنه، شما سوال و انتظار رو مطرح کنید به چالش بگید، خب بعد خیلی بهتر پیش خواهد رفت. باش
خب موضوع بحث من امروز اینه که چرا فرقه رهبری در آلبانی تبعید کردن یا تبعید شد. میخواستم مرور کلی بکنم به شرایط فرقه رهبری از زبانی که در آلبانی مستقر شدن، یعنی تو این پروسه نزدیک 5 سالی که تو آلبانی هستن، که این بحث هم به چند قسمت من تقسیم کردم که به اصطلاح بهتر بخوام توضیح بدم و چیزی از بحثمون درنیاد. که قسمت اول یک مقدمه کوتاهی خواهم گفت، قسمت دوم پایگاه ها و کمپ اشرف دویی که خودشون را انداخته بودن و میخواهم توضیح داد، در قسمت سوم پروسه فعالیت های فرقه رجبی تو آلبانی میخواهم توضیح بدم و بعدش حکم اخراج و تبعید به روستای معنزام در نزدیکی شهر دورس رو میخواهم توضیح بدم که همون کمپ اشرف سه و شرایط و ریزش اعضا و فرارا رو توضیح بدیم. حالا ببینم تا کجا من تو متأسفانه من وقتی شروع میکنم چنم گرم میشم دارم صحبت میکنم، همیشه زمان دستم در میره و بحثم همیشه میمونه، اما سعی میکنم امروز این رو داریم مختصر صحبت کنم که به همه این داستان برسم. خب اگر واقعیت هستش که سازمان مجاهدین بعد از یک معامله تو مقدم خاصی رو بگم که یک معامله شدش که باعث شد اینا از اشرف بیان لیبرتی، از لیبرتی بیان به آلبانی، که در این معامله وزارت خارجه آمریکا با دولت عراق و فرقه رضوی طرف ساق بودن که 28 سپتامبر 2012 توسط وزارت خارجه اون زمان خانم هیلاری کلینتون که منصب این چیز بودش برنامه صریحا صادر کردن، گفتن که فرقه رجوی برای نقل انتقالاتشون با ما موافق به اصطلاح با همدیگه به یک تفاهمی رسیدیم و اونا در همکاری که دارن با ما انجام میدن قرار شده این نقل و مکان انجام بشه و وزارت خارجه هم اسم اینا رو از لیست تروریستی بیاره بیرون و اموالشون آزاد بشه. که بعد در سال 2003 که آقای جان کری اومد پست وزارت خارجه آمریکا رو به دست گرفت، فعالین چشکوری تو این رابطه داشتش، به خصوص با وجود آقای مارتین کوبلر که به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل بود، که در همین رابطه با توجه به آقای مارتین کوبلر، آقای جان کری یکی از مورد اعتمادترین مشاورین خودش یعنی آقای جاناتان وینر رو به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا به این سمت برگزید که مستقیما مسئله انتقال افراد فرقه رجوی از عراق به آلبانی رو پیگیری کنه، که در این رابطه آقای جاناتان خب دائم در تماس بود ما بین دولت آلبانی و فرقه رجوی و همچنین خود آقای چانکری چندین ملاقات با وزیر خارجه آلبانی داشت که بخواد به خاطر سنگ اندازی بی‌نهایتی که فرقه رجوی میکرد که بخواد این کار انجام نشد و رفع رجوع میکرد. که در تاریخ 7 می سال 2013 یعنی 17 اردیبهشت 1392 اولین سری از کمپ لیبرتی به شهر تیرانا انتقال پیدا کردند. و آخرین گروهی که 280 نفر بودن 9 سپتامبر 2016 یعنی 19 شهریور 1395 وارد آلبانی شدند. یعنی جابجایی تقریبا 2800 نفر 3 سال و 3 ماه طول کشید. خب این پروسه زمانی خیلی زیاد به خاطر سنگ اندازی و موانع مختلفی بود که فرقه رجوی داشت انجام میداد و همون طرح و توطئه‌ای که در تو به کشتار دادن تعدادی در اشرف سابق داشت، میخواست در لیبرتی هم چنین کاری انجام بده که این دفعه با برخورد قاطع دولت آمریکا موفق نشد تعدادی برای قربانی کردن توی لیبرتی نگه داره که باید اون انبار چیز کنند، در طور که تمام ما هم میتونیم انباری هم که تو لیبرتی بود یا اشرف بود همش متعلق به دولت عراق بود، که سازمان خودمون که اونجا شاهدیم چه ماشین ها چه بقیه که داره از اموکر دولتی پس از خود صدام دزدید و یا بقیه چیز دارم که خود صدام بهشون هدیه داد، یعنی چیز شخصی نبودش که اینا بخواهم بگم انبار شخص خودمونه، که این خود توی رابطه فرقه رجوی خیلی حرفا میزد، میگفت 500 میلیون دلار ما اونجا سرمایه داریم و چند تا دلقه خواستن بخارن ها از این داستان ها سر هم کردن که مخواستی چیز دولت ها علاقه هم بهشون جفت بشه که شما تو این رابطه امضا دیر اومدید متاسفیم براتون که بهشون چیزی نداره.
و اما تعداد پایگاه هایی که وقتی که فرقه رده در آلمان مستقر شدن، تعداد پایگاه هایی دور از کمپی که به اسم کمپ اشرف دو درست کردن توی شهرهای تیرانا و بستالا تو حومه شهر تعدادی پایگاه ها داشتن که من به این پایگاه به طور مختصر اشاره میکنم. پایگاه معروف به مفید بود که 9 واحد آپارتمان بود در منطقه کاشار در میدان دوکا قرار داشت که حدود 700 نفر تو این پایگاه مستقر بودن که عکس این پایگاه مفید همون پایگاه آپارتمان هایی بودن که با کاغذ و چیزهای مختلف پرده‌های رنگی یا پوشیده بودن که نفرات بیرون نبینن. بعد پایگاه بعدی پایگاه رشید بود تو منطقه توهین، هتلی بود 3-4 طبقه که 200 نفر در این پایگاه مستقر شده بودن. پایگاه دیگه در منطقه کمبینات بود که هنرستان فنی تخلیه شده بود که 2 طبقه بود که فرقه رجبی اونجا گرفته بود که 150 نفر توش مستقر بودن. پایگاه حسینی در منطقه سیتی پارک بود که در حومه تیرانا قرار داشت که مختص زنان بود که زنان از اول که اومدن نقضیه کل زنان 900 نفر بودن اومدن در اونجا مستقر شده که به این اواخر که کنم 500 و 600 نفر مونده بودن و اولوش همون 500 تا زن مونده بودن و غیر اینا رو آوردنشون به بعد از اون در حوالی همون سیتی پارک به سمت شهر ببوره که میرفتش 3-4 تا خونه ویلایی گرفتن که تبدیل به پایگاه های خاصی کرده بودن چون که اینا منطقه ویلایی بود و برای سران و چیزا انجام داده بودن این ویلاها رو. بعد در منطقه سیتی پارک به نزدیک پمپ بنزین میرسید کمپ اصلی کمپ اشرف دور رو انداخته بودن. من یه تو پرانتز بگم زمان اینا که فرقه رجوی رفتن به لیبرتی، لیبرتی اعلام کردن اشرف دو بعدم که از عراق اینا رو بیرونشون راندن و انتقال دادشون به آلبانی در همین منطقه سیتی پارک نزدیک پمپ بنزین اینجا به نقطه محلی که جا انداختن به اسم کمپ اشرف دو مجدد اعلام کردن که در واقع ساختمان اصلیت اینجا بود که بهش ساختمان شیشه ای میگفتن. ساختمان های مختلفی داشته، فضای بزرگی داشت. وقتی هم که قرار شد پایگاه های داخل شهر رو هم چند ماه پیش تخلیه بکنن زودتر از موقع که تو تاریخ حاضر نشدن آماده بشه که تخلیه بشه، همه رو تعداد نفرات آوردن توی همین کمپ اشرف دو کنار سیتی پارک. اونجا سو از این سوره های بزرگ دادن که تخت های دوسته تدار دادن نفرات تو اون سوره ها نگه داریم کردن مدتی. همینطور تو شهر تیرانا چندین خونه رو کرایه کردن که برای موارد خاص تحت عنوان دفتر و کشک و پوشال استفاده میکردن. تقریبا حدود یک سال قبل بود که من تو همین برنامه اشاره کردم که پادگان ناتو، پادگان سابق ناتو در نزدیک فرودگاه تیرانا رو به فرقه رجوی تحویل دادن که بخواد اصطلاح فرقه رجوی از تو شهر انتقال بدن اونجا که از همون زمان شروع کردن پادگان ناتو رو آماده سازی داشتن میکردن که آماده بشه برای نقل و انتقال این چیزا. که این محل هایی بود که فرقه رجوی در تیرانا بهش تعلق گرفته بود، یعنی یک سری که اجاره کردن، یک سری رو کرایه کردن بود، یک سری دولت بهشون داده بودن. پادگان ناتو که خب مشخص آمریکا بهشون داده بود چون که پادگانی که مربوط به ناتو بودش، دست دولت خاصی نبود. و اما فرصه فعالیت که فرقه رجوی در این پرو در این مدت 5 سال که اونجا بود که به این مدت آخر که دیگه کل تشکیلاتشون رفته بود، خب سازمان مجاهدین هم فرقه رجوی تو این پروسه اونجا ساکت نبود. طبق ذات همیشگیش همون کارهایی که در عراق بعد از سقوط صدام انجام میدادن در آلبانی هم شروع کرد به انجام دادن، یعنی دخالت در امور داخلی کشور آلبانی به نوعی میخواد آب گلالود کنه به سود خودش بهره ببره. خب همین کار داشت تو عراق انجام میداد که تجربه عراق هم داشتن تحت عنوان پوشش مهمان و سمینار و این چیزا میومد نفرات اپوزیسیون و چیزهایی که بودن اینا رو دعوت میکرد بهشون پول میده. تو آلبانی هم که خب با پول خیلی خیلی راحتر از علاوه جای دیگه میشد اینها رو خرید چون که بلاد اقتصادی کشور خیلی فقیریه. مثلا
پایه درآمد متوسط توی آلمانی 220 دلار هست. من خودم خب جایی که این در تغییر باشه و این پول خرج کردن های فرقه خیلی راحت میتونه خب لابی بخره. خب تو همین رابطه که دنبال کارهای دخالت کردن تو کارهای این چیز بودشه تو به اصطلاح تو آلبانی اومدش رفت سراغ آقای ساری بریشا. ساری بریشا که از اعضای سابق حزب کمونیست بودش که بعد در سال 2005 خودش اومد حزب دموکراتیک تشکیل داد که اول همون سال 2005 به عنوان رئیس جمهور آلمانی انتخاب شد و دوره بعد به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود، یکی از شخصیت‌های سیاسی و رهبر حزب دموکراتیک که بعدش تو انتخابات بعدی نخست وزیری را دست داد، تبدیل به اپوزیسیون شده بود. که این اپوزیسیون شروع کرده بود به اصطلاح برای با دولت، یعنی با آقای ادی راما اختلافات خیلی زیادی داشتن. شروع کرده بود به اصطلاح با فرقه رجوی همکاری کردن، یعنی فرقه رجوی به عنوان لابیشون شده بود و اومده بود میگفت که خب و همدیگه کار کنیم و همون کارهایی که تو عراق میکردن. نمیدونم هموطنان چقدر اطلاع داشتن تو عراق. خود سازمان اومد ده ها انجمن تشکلهای تشکل پوشا درست کرد که همش دور کاغذ بود و یا یک سری از این نفرات آورده بهشون آموزش نظامی میداد که همون چون من خودم اون زمانی که توی اشرف سابق بودن 4-5 تا از اینا رو تحت عنوان مهندس و تعمیرکار که میآورد از سران تیم های تروریستی بودن که در تو درگیری کشته شدن. حتی توی یک پروسه فرقه رجبی آورد این نفرات اونجا بهشون داشت و توی اشرف بهشون آموزش میداد، آموزش های مختلف خرابکاری و اینا که مسئول بالای این کار اون زمان توی عراق مسئول ملک محمدی و معاونش عباس داوری به اسم رحمان بود و نفر اجرایی که این مسئله رو در که نفوذ و دخالت در کارهای عراق بود حسین مدنی انجام میده که حسین مدنی در کشتار اشرف، آخرین کشتار اشرف کشته شد. خب در همین آلبانی هم که اینها شروع کردن به اصطلاح لابیگری و با اپوزیسیونش همکاری کردن، اینجا با همین مسئولین ملک محمدی این بار با مهدی ابرشمچی و یه دو جین از سران و فرماندهان دیگه از زن و مردها رو که تشکیل داده بودن، دو تیمای مختلفی که تشکیل داده بودن، شروع کردن کارهای اجتماعی کردن، یعنی انگولک کردن و خواسته اپوزیسیون به نوعی مطرح کردن تحت عنوان چیز نفرات اپوزیسیون داشتن کار میکرد که حتی در این رابطه قرار بود اتصال خیلی بزرگی راه بیندازن. در واقع اپوزیسیون میخواست کودتای سیاسی راه بیندازه و انتخابات رو دست راه بیندازه، اتصالات رو انداخته رو سیاسی رو میبستن. هفت ماه بود که اپوزیسیون به اصطلاح پارلمان آلبانی رو بلوکه کرده بود و خیلی موانع سر راه دولت آلبانی به وجود آورده بود. خب از این برم آقای نخست وزیر، آقای ادی راما نخست وزیر فعلی که هستش، خب این مسائل و شرایط اقتصاد کشور داشت به آمریکا گزارش میداد و به خصوص اینکه فرقه رجوی هم اومده و تعداد از اعضای این حزب دموکراتیک و رهبرش که اون موقع آقای ساری بریشا بود و به عنوان اپوزیسیون داره بهش حکومت مالی میکنه و اینها رو یارگیری کرده و با همدیگه دارن یک سری کارها انجام میدن. و قرار بود در تقریبا تاریخ 15 آوریل یک اتصاب خیلی سنگین با آلبانی اپوزیسیون راه بیاندازن. برای گفتن فرقه رجوی هم با چندین تیم شرکت کرده بودن که حتی یک سری ماشین های بنز ون سیاه رنگ هم کرایه کرده بودن برای اینکه این تظاهرات و اعتصابات رو بخوام با اپوزیسیون هماهنگ کنن و همراهی کنن که راه بیفته پیش ببرن. خب وقتی که شرایط اینطور شده بودش دولت از آمریکا درخواست کرد که آقا جون اگه بخواید اقدام نکنید و دخالت نکنید دولت من سقوط میکنه، چون که اینا به این نقطه رسوندن هستند و کشور وارد وضعیت بحرانی شده. که در همین رابطه فکر کنم همون هفته اول بود که آقای احسان بیگی که در آلبانی زندگی میکرد دو سه تا مقاله و هشدارهایی در این رابطه نوشت که
چه اقداماتی فرقه رجوی داره در آلبانی با اپوزیسیون انجام میده تحت پوش اپوزیسیون. خب آقای جان مکن وقتی که چنین شرایطی چیز که از طرف دولت آمریکا آقای سناتور جان مکن اومد تقریبا 12 یا 11 یا 13 تو همون حوالی اوائل نیمه اول آوریل اومدش آقای جان مکین با آلبانی با دولت، یعنی با آقای رادیو آقای ایدی راما نخست وزیر صحبت هاش کرد، گزارشات از اون گرفتش، بعد رفت با اپوزیسیونشون صحبت کرد که حرفشان چی هست، مسائل دولت رو که حل کرد، فقط پذیرفتن که رئیس جمهور عوض کنن، یعنی آقای بوجاربیشانی بره و به جاش آقای ماتا ایلر ماتا به جاش انتخاب بشه، که ایلر ماتا هم تو مجلس بودش که تو مجلس سناشون بود که با بدون رقیب بود، تنها کاندیدای شد کسی بود که تاندید شد برای ریاست جمهوری که بهش بیشتر رأی آورد و شد رئیس جمهور، که تقریبا آخرهای آوریل آقای متا شد رئیس جمهور. در اون زمانی که آقای جان مکن اونجا بود دولت گفتش مطلقا دولت آقای ادیلاما تغییری نخواهد کرد، به اپوزیسیون گوشی گرفت، به خصوص آقای سال بریشا رو گوشی گرفت، گفتش که شما هیچ گونه حق ندارید که با فرقه رجوی همکاری داشته باشید، هماهنگی چیزی نداشته باشید باشون، بقیه لابی هایی که از همین حزب دموکراتیک بودن و بهشون تذکر داد که اجازه ندارن با فرقه رجوی همکاری کنن. وقتی که اینها رو چیز کردن آقای سالی بریشا که رهبر حزب دموکراتیک بود، خوشبختانه یا متاسفانه به سوی آقا برای همیشه تقریبا از اون تاریخ به بعد از صحنه سیاسی آلبانی حذف شد، رهبری حزب از دست داد که الان رهبر حزبشون عوض شده، شده آقای پاشا یاشا الان رهبر حزب دموکراتیک هست. در تاریخ 15 آوریل آقای جان مکین ملاقاتی داشت با مریم غزل عزیزانلو در آلبانی. تمامی شکایت هایی که دولت آلبانی کرده بود و حکم اخراجی که دولت آلبانی داده بود که اعتراض داشت، میگفتش که آقا شهروندان آلبانی نسبت به حضور این افراد معترضند. حالا علتش هم اینجا الان توضیح میدم چرا. چون که قرار بود سازمان مجاهدین برای یک سال مطمئن دو سال اینجا بیان مهمون باشن که از اینجا برن به کشور ثالثی دیگه. این ها الان اومدن اینجا و دارن در امور داخلی ما دخالت میکنن. مردم ما چشمشون روشن شده، بیشتر در رابطه با این گروه آشنایی پیدا کردن، از اینا میترسن چون که میدونن اینا یک گروه تروریستی بودن و اینا گروه یک سکت هستن، یک گروه تروریستی فرقه هستن اینها. مثلا در منطقه کاشا که پایگاه مفید وجود داشتش، خب خیابانی بودش که سالیان بود مردم به راهی تردد میکردن، فرقه رجوع وسط این خیابان توی این خیابان یک در نصب کرده بود که بخواد رفت آمدها رو کنترل کنه، که با اعتراض شدید مردم مواجه شدن و روز بعدش مجبور شدن این در رو بکنن نمونه در اونجا. و یا خلاف هایی که کردن که 5-6 مورد از این خلافکاری هایی که کردن و نوعای دزدی بود که های اخلاقی و اینا، 5-6 موردش به زندان خط شده که 5-6 نفر از این نفرات فرقه رجوی به زندان افتادن که اون زندان هستن. به خواهی خلاف های قانونی دیگری انجام دارن که بعضن و با پور و اینچه رو ماسمالی کردن که نفرات که خلاف کرده بودن و از آلبانی تونستن بیارن اروپا، که الان در همین فرانسه هم از این افراد خلافکارشون وجود داره. خب آقای جان مکین در ملاقاتی که 15 داشتش خیلی تیز و مشخص حکم دولت آلبانی در مقابل مریم غزل عزیزانلو قرار داد، گفتش که دولت آلبانی خواستار اخراج شما از کشور آلبانی شده، شما به خاطر اینکه اینجا آمدید در امور داخلی این دخالت کردید، حق ندارید دیگه دخالت بکنید، هیچ کدوم از این افراد که به عنوان لابی شما استخدام کردید نباید باشون رابطه داشته باشید. خب خیلی بالا پرشون قیچی کردن و سازمان مجاهدین هم سعی کرد تا اونجا که میتونه دیگه بکشه از صحنه سیاسی آلبانی خودش بیرون، تا حدودی دومه به اصطلاح دومش رو داره رو خونش و تو لاک خودش قرار ده. اما دولت آلبانی کوتاه نیومده بود، کماکان دنبال این بودش که این مسئله باید حل بشه، یعنی اینکه نمیپذیرن که
این ساختمان به این شکل اینجا باشه، کماکان دنبال اخراجشون بودش که از اینجا برن. خب بعد از اون ملاقات همطور که توضیح دادن دیگه احزاب سیاسی آلبانی یا چهرهاشون اینا چیزی نداشتن، علیرغمی که کماکان از اون باز تا حدودی بعضی جاها دخالت میکنن. مثلا همین دو هفته پیش بود که آقای عادل اعظمی رفته بود تراموش و همین آقای سیفی رو ملاقات میکنن، با دو تا تلویزیون اونجا مصاحبه انجام دادن. دو تا تلویزیون، یکیش که اصلا پخش نکرد چون که قبل از اینکه بخواد بره بالای آنتن پخش بشه، سازمان مجاهدین تونست صاحب اون تلویزیون رو بخره، خب ما بهت میدیم که برنامه رو اجرا نکنیم، اون پخش نکرد. تلویزیون دوم که دو روز بود پخش کرده بوده، با پول هنگفت و تحضیبه که کرده شد این چیزا موفق شد اون به اصطلاح همون سایت اون تلویزیون و برنامه که داشتن از تو سایت باش و برنامه هاش حذف کنه، برداره. که هفته پیش بود فکر کنم یا دو هفته پیش بود که شما همون آقای تو از همین تلویزیون مردم تیوی اومدید همون مصاحبه‌ای که خانم آن سینگلتون و آقای اعظمی انجام داده بودن رو برای همتانانمون نشون دادید. علت این که از اونجا چیز شد همین بود که باز به نوعی فرقه رو در این جاهایی که میده براش خیلی سنگین داره تموم میشه با پول زیاد میاد دخالت میکنه. اما دولت آلمانی همونطور که گفتم کماکان شکایت داشت از حضور افراد فرقه رجعی، چون که خب همگی میدونن تقریبا کشور آلمان یک کشور کوچیکیه و فقیر، تقریبا 2,800,000 و 3,000,000 جمعیت داره، پایتختش که تیرانه هست 400,000 تا 450,000 جمعیت داره، بعد یک مرتبه مثلا 2,800. شما سوالی کرده آقای توردی؟ نه خیلی مذرم بود، تو من یک سوالی شنیدم تو که یک مرتبه توی یک کشوری که توی یک شهری که 450,000 نفر 2,500 تا 2,800 نفر میان کردن، پوشششون مال 40 سال قبل، رفتارشون، زناشون اصلا به نوعی دیگه است. خب این خیلی سریع تو چشم میاد، با حرکات که انجام میدن و چیزایی که انجام میدن خب خیلی سریع انگشت نما شده بودن، به خصوص با تراج هم توی گفتیم خلافهایی که انجام میدادن اینا. خب به همین خاطر کماکان دولت آلمانی دنبال این بود که فرقه رجوی از کشور آلمانی اخراج بشه و از اینجا بره. به خاطر فشارهایی که دولت آلمانی داشته به دولت آمریکا، بالاخره دولت آمریکا مجبور شد یک هیئتی رو به اسم هیئت حقیقت‌یاب، عکس شماره یکی اگر آقای سوربین نشون بدید، این هیئت حقیقت‌یاب داره رو میز مذاکره با مریم قجر از نامه رو نشون میده که خود همین تصویر گویای همه چیز هست. بله داریم نشون میده. بله در تاریخ 12 اوت، یعنی 10 اوت، این هیئت حقیقت‌یاب وارد آلبانی شد، حرفای دولت آلبانی رو شنید، مشکلات و تضادهایی که مطرح کرده بودند و شکایتهایی که مردم کرده بودند و به خصوص نامه‌هایی که خانواده ها نوشته بودند، اعضای جدا شده تو اروپا نوشتن. به هر حال دولت آلمانی یک دولت، نامه که میاد، نامه های مختلف، نامه های جمعی که میاد طبعا پاسخگوه، دولت نامه خانواده ها داره میاد، تمامی خانواده ها همون کاری که عراق میکردن نامه نگاری میکردن به دولت عراق، الان به دولت آلمانی دارن انجام میدن. خب از دولت آلمانی جواب میخواستن. دولت آلبانی خود تمامی این مشکلات، مسائلی که فرقه رجوی پیش آورده و رو میزه این هیئت حقیقت‌یاب گذاشت که آقا باید این مسائل تعیین تکلیف بشه، چون که وجود اینها برای ما قابل تحمل نیست تو شهر، علیرغم اینکه ما بهشون تذکر دادیم ارکان بازها تو شهر تخت براه هستن و ما مشکل داریم. خب این هیئت حقیقت‌یاب و حرفش هم این بودش که اینها باید کاملا آلبانی رو ترک کنن، نه در غیر این صورت باید تعیین تکلیف میشن. خب این هیئت حقیقت‌یاب خیلی تلاش کرد که دولت آلبانی متقاعد کنه که اینها رو نمیشه اخراج کرد، که هیچ کشوری هیچ کجا اینها رو نمیپذیرن. در نهایت دولت آلبانی پذیرفت که اینها رو تبعید کنن به یک روستایی، این میگم که روستا واقعا روستاست، حتی داخل روستا هم نیستن، حالا مشخصات اینا رو همه رو هم بیان میکنم کجا هست. بعد
این هیئت قضیه بعد از ملاقاتی که با فرقه رزروی داشت عملکردشون رو جلوشان گذاشته، گفتش که آقا شما یا باید آلبانی رو ترک کنید که ما گفتیم که هیچ کشور شما رو راه نمیده، به همین خاطر دولت آلبانی شما رو میخواد بفرسته به روستای هست اسم منزا تقریبا در 40 کیلومتری تیرانا و 25 کیلومتری شهر دورس هستش که یک سری تپان چیزا دارد با بیرون این روستا سمت تپه ها تقریبا یک مساحت بهشون دادن، گفتن که شما اینجا باید مستقر بشید. خب در واقع تبعید شدن به این روستا، تو شهر نیستن، تو تیرانا که نیستن، به عمد از تیرانا دورشون کرده چون که دولت به هیچ وجه حاضر نبود پذیره. خب فرقه رضوی تا اونجا که میدونست تلاش کرد که بتونه نره، سنگ اندازی میکردش، اما دستوری بود که بهش داده شده بود که باید تیرانا رو ترک کنن، یعنی تمامی اون پایگاه ها و پایگاه اشرف و پادگان ناتو که نزدیک فرودگاه بود و فرقه نزدیک یک سال بود داشت توش کار میکرد که آماده کنه، قرار شدن تماما به این روستای معنزا انتقاد داده بشن و در اونجا اسکان پیدا بکنن. خب بر همین تاریخ 12 بود با هیئت حقیقتی ها خیلی صحبت کردن، تلاش کردن که بتونن یک دفتر یکی دو محل در توی تیرانا داشته باشن به عنوان سرکول یا دفترش که دولت آلمانی تا این تاریخ قبول نکرده و گفته بود تا آرز تا آخر سال 2017 باید تخلیه بکنن، که متاسفانه یا خوشبختانه اون پایگاه تبعیدی، اون روستای تبعیدی که اینا رو تبعید کردن در 40 کیلومتر تیرانا آماده نبود کاملا. خب الان همشون انتقال داده نشدن اما قسمت زیادشون انتقال داده شدن، بخصوص پایگاه مفید، پایگاه رشید و زنان تقریبا انتقال داده شدن. از همون تاریخ 12 اوت که به اینا اعلام کردن، از ماه اوت فرقه رجوی در این روستا شروع کرد به ساخت و ساز که ما همون عطرش داریم، همون فیلمش هست که دارن به شدت مشغولن، دارن میسازن از بنگاج همون کانتینر رو دارن درست کنن، ساختمون درست کنن، این چیزا رو دارن اونجا درست میکنن که تموم نشد که بتونن تقریبا 1800 نفر که الان تو آلبانی هستن همه اونجا جا بده. اما استارت تخلیهشون شروع شد، هم توی کنم دوتا از پایگاه عمره هم توی شهر تخلیه شده، پایگاه های کوچیک، چیزهای کوچیک کوچیک تخلیه شده، قسمتی از کمپ اشرف دو که میگفتن تخلیه شده رفته اون وزر، قسمتی مونده که در حال ساخت ساز و انتقال هستن. و اونطور که اشاره کردم دولت آلمانی به هیچ وجه نپذیرفته که اینها در توی تیرانا چیزی داشته به اصطلاح محلی به عنوان سرکل یا دفتر داشته باشن، نپذیرفته هیچی اونجا باشه، میگه خودم همه باید برن همون تطبیق داشت. اما سر این مسئله تطبیق و برخورد متناقض فرقه رزید، چرا میگم متناقض؟ خب این از این موضوع دارم میگن که اولا که سازمان اومد سر این چیز تبعید که بخواهم اینا نفرات دولت تو دوله آلمانی بهشون فشار بود که آقا شما باید شروع کنید به تخلیه کردن پایگاه مفید برگشتی. همزمان سازمان مجاهدین این فرقه رضوی اعلام کرد که آقا به هیچ جاش به اینکه پول نخواهد داد، حتی به نفرات خودشون که تو شهر بودن. خب این یک چیز سنگین بود برای کمیساریا و نفرات تماما شکایت بودن به دولت آلبانی و به کمیساریا کار سازمان مجاهدین اینو نگفته. و از این برم در اروپا افراد جدا شده و افرادی که سازمان‌های فعال حقوق بشر شروع کردن سر این مسئله جدی نامه‌نگاری کردن به کمیساریا و با دولت آلبانی که آقا جون این مسئله رو باید حل کنید، به هر حال الان تعدادی رو فرقه رضوی داره بهشون پول رو به تعدادی اصلا نمیده که مشخصه تقریبا به 20 نفر 30 نفر مطلقا نمیده، به تعدادی که به نوعی تا با خود فرقه هستن یا بدون به اعتراض تبدیل شدن به کبریت بی خطر حرف نمیزنن سکوت میکنن، به اونو داره پول میده. وقتی که این تعداد اعتراض خیلی زیاد بود دولت آلمانی وارد با مجدد با کمیساری یا با سازمان مجاهدین وارد شدن که موضوع چی هست و اینا، سازمان مجاهدین گفت شما دارید به ما
فشار میاد که ما اینجا رو تخلیه میکنیم. خب الان ببینید این نفرات دارن شورش میکنن، اینا آمدن از درو جفتات میکنن. خب در صورتی که تمامی این صحبت های سران فرقه رجوی رو صداهاشون رو با مدرک ضبط کردن، چیز کردن بردن به دولت و کمیسر داده بودن. به همین خاطر کمیسر گفت ما مدرک داریم که شما به این نفرات گفتید، این صداتونه، این مدرک، این نوشته تونه، گفتید ما بهتون که پول نمیدیم. خب فرقه رجوی عقب نشینی کرد، یعنی میخواست با این بام بود در آوردن به نوعی که بتونه پایگاه مفید داشته باشه، از دست نده. بگه که نه شما این پایگاه، این پایگاه مفید برای ما بمونه، این نفرات من میتونم ساکت بکنم. یعنی در واقع خاطر که باج بگیره به این شکل پایگاه مفید داشته باشه و پول نفرات رو بده. که اینا تیرش به سنگ خورد و دولت نپذیرفت و رئیس فشار آوردن که بعد سازمان هم عقب نشست، گفتش که خب باش ما چیزی نگفت، چنین حرفی نزدیم و اینها. اما صورت بعدی مسئله که میگم فرق فرقه رجوی داره متناقض با این مسئله برخورد میکنه این بود که از خداش بود که این نفرات از توی شهر جمع بشن برن تو روستا. چرا؟ چون که وقتی که نفرات میامدن توی سازمان میاد توی تشکیلات توی نشست‌های مختلف میگه ببین نفراتی که جدا شدن الان الکلی شدن، مبادی شدن، گشنه هستن، دارن از گشنگی میبرن تو گوشه خیابون افتن، این چه مزخرفات داره میگه. خب وقتی که تایگاه تو شهر از نفرات میان تو خیابون میبینن بابا نفرات حتی شده با کارگری عملگی با هر شکلی شده دارن یک لقمه نون رو پیدا میکنن، خانواده هاشون یا بعضی از انجمن ها به هر شکلی حتی میتونه تا حدودی تونسته کمک کنه که این نفرات رو پای خودشون باشن، از گشنگی نمیرن. اون چیزی که سازمان داره میگه پس دروغه، این نفرات هیچ کدوم الکلی نیستن، مبادی نیستن، پس این دروغه. خب دروغاش اینطور داشت برملا میشد. از طرف هم این نفرات که میومدن تو شهر خب چشمشون به قول خودشون بورژوازی رو میدید، خانومای تو شهر رو میدیدن، بعد میرفتن متناقض میشدن. خب این برای سازمان خیلی سنگین بود. خب از خداش بود که این نیروها رو جمع کنه ببره توی این روستا که دیگه این چیزها رو نبینن. بعد برخورد متناقضشن بعدش این بود که خب از خداش بود برن اونجا. چرا؟ چون که اونجا بیشتر میتونست کنترل کنه، دیگه نفرات نیاز نمیتونستن خارج بشن، نمیتونستن جدا بشن، چون که اینطور برنامه ریزی کرد تو ذهنش هست که نفرات که برن اونجا تو دنیای بسته قدیم که قرار بگیرن، مثل قدیم قرار بگیرن، دیگه ریزش نیرو کم میشه. در صورتی که این بود و پرین اشتباهشون. خب وقتی که داستان به اینجا رسید اینها اومدن خواستن خرمردرندی رو کنن، آمدن یک بیانیه نوشتن به اسم کارزار تشکیل مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین خلق. آقای سوالین عکس شماره دو رو اگر نشون بدین، این همون کارزار و ابلاغیه که فرقه رجوی نشون داده، یعنی تو نفر را پخش کرده. دوستان و مختلف اون امثال آقای مصداقی و آقای حسین نژاد هفته پیش و خیلی از دوستان توی رابطه صحبت کردن یا نوشتن. خب منم تا اونجا که وقت باشه تا حدودی باید از موضع خودت دیگه خودم میام این توضیح میرم باز میکنم که این منظورش از این کارزار تشکیل مؤسسان تو اشرف سه چی هستش که به اسم اشرف سه میخوان این اطلاعی ده ماده ای دادن. این که شما سوال کردیم داستان اشرف سه چیه، داستان اشرف سه از اینجا شروع میشه. در واقع این اشرف سه تبعیدگاه ابدی یا میشه گفتش که محل مرگ ابدی یا زندان ابدی این افراده، هر اسمی که بخوایم بیزاریم روش بهش میاد، زندان ابدیشونه، تعقیدگاه ابدیشونه، محل مرگ ابدیشونه، چون که اینها رو داره میبره به یک جایی، میرن به جایی که برای همیشه هستن. افرادی که اگه بخوایم بیرون نیان میگه اونجا میمیرن و جسدشون اونجا دفن خواهد شد، همون گورستانی که مثل اشرف ترکان میان اونجا یه جای درست کنن به اسم گورستان، اونجا دفن خواهند کرد. به همین خاطر خیلی از دوستان به اسم زندان جدید یا زندان ابدی دارن اسم میذارن، منظور اینه. این اشرف سه همون زندان ابدی اسیران فرقه رجویه. به همین خاطر از اون مدتی هستش که ما یک برشور چیز کردیم، با همون برشور عکس شماره سه بود که نوشتیم خط ویژه کمیساریه که خیلی مختصر مفید که خانواده هایی که میخوان تماس بگیرن یا
هموطنان و مدافعان حقوق بشری که تو این رابطه یا عزیزانی که فامیل آشنای در خارج دارن میخوان پیگیر وضعیت عزیزانشون باشن با این شماره و این اطلاعاتی که منجزه مختصر مفتی همین عکس شماره 3 که میبینن با این تماس بگیرن و اقدام کنن، نذارن عزیزانشون برن تو این تبعیدگاه مرد، نذارن عزیزانشون برن تو این زندان ابدی که فرقه رجعی به اسم اشرف 3 براشون به اصطلاح برنامه ریزی کرده. و اما کسایی که اینم که گفتم این از دجالگری و حرامزادگی این فرقه هستش که اومده تحت عنوان که این میخواد چیز کنه، چون که فردا باید بیاد به کشورها و مراجع قانونی، چون که خوشبختانه علارم میگه آلبانی یک کشور ضعیف و فقیر است اما تا حدود قانون مستقر، قانون به اصطلاح عمل میکنه. فردا باید بیاد به جواب نگاه چرا این افراد رو برده اونجا که الان ما که ساکت ننشستیم، خانواده ها ساکت نخواهند نشست، ما فشار خودمون رو آوردیم و خواهیم آورد. آقا به چه دلیل به زور این افراد رو اصیل رو بردید اونجا؟ به خاطری که جلو اون چیزا رو بگیره اومده یک ده بند تحت عنوان تعهد نامه درست کرده که باید افراد امضا بکنن بگن ما خودمان خواستیم که بریم اینجا، که حالا این قوانین این زندان ابدی تحت عنوان این بند ده ماده‌ای رو من یک اشاره توضیح میدم، یعنی یک چیز خنداوره، یک چیز مسخره‌ای که به واقع مال 1400 سال پیشه. اینقدر اینا عقب مونده و ارتجایی فکر میکنن این بیانیه یه زندان جدیدشون رو برگزار کردن نوشتن. خب بند اولش میگه که مؤسسان چهارم ارتش آزادی ملی از سازمان مجاهدین در داخل و خارج میهن اسیر در کارزارهای پیاپی سرنگونی رژیم پلید برای طبقه فراهم کردن اسباب کار در جمعی و جهان. بعد میگه آخ بابا میخوام بگیم این آقا کدوم ارتش آزادی بخشی؟ چون که من اون زمانی که تو خودم تو فرقه بودم چندین بار با صدق حسینی که اون موقع مسئول اول یه بقیه سران جربست کردم، بودم آقا ارتش یعنی چی؟ اول معنی کنید ارتش رو. میگفت که چیزی که روابط متحد میکنه، خب اگه اینطور باشه هر تیم فوتبال یک ارتشه، میگه تمامی روابطشون متحده. خب اردوگاه ها که به اصطلاح تو زندان ها اگه اینطور باشه، تو زندان های آمریکا، زندان های کشور های دیگه روابط متحد چه میکنن؟ پس اونا هم ارتش هست. خب چه فرقی مابین ارتش که رجوی ادعا داره وجود داره بچه مابین زندانی که توی آمریکا که لباس های نارنجی رنگ می پوشن، یا تو گوانتانامو که لباس های نارنجی رنگ می پوشیدن، یا بقیه زندان ها که لباس های یا آبیه یا سفید و آبی تیره هست یا سفید و سیاه تیره هست، که لباس ها متعدل شکله اگه طبق تعریف سران فرقه بخوان چیز بکنه. بس سرنگونی آب با چی؟ با دست خالی؟ با چی میخوان سرنگون کنی؟ در جمعی و جهاد؟ کدوم جمعی؟ کدوم جهاد؟ یعنی یک چیزی میان که فقط شعره. بابا واقعیت اینه که آقا سازمان مجاری یا فرقه رجوی در قرارگاه اشرف اجازه و اختیار این نداشت که آقا سرویس یا اون فاضلاب توالتشون رو بخواد ببره بیرون تخلیه بکنه، تا این چه بخواد برسه به این که یا تو لیبرتی خودش اجازه نداد که ببره کجا تخلیه بکنه. برای دولت عراق مشخص میکرد که آقا اون میتونه ببره یا نه، این راننده علاقه که خودشون مشخص کرده بودن. آب تو که اختیار فاضلابات رو نداشتی، حالا میخوای اختیار چی داشته باشی؟ اختیار سرنگونی رو؟ اون که نزدیک مرزت بودی اعتراض خودتون به در کجای دنیا ارتش بدون سراخ وجود داره؟ آره خب میان اینا تو خارجه میشن با کلی پول تو اروپا و آمریکا با طرف هزینه های میلیونی که آقا جلسات را اندازی رسترا کارزار سر میکنی با پول. بله آمریکایی‌ها رو میارید براتون سخنرانی میکنن. آخه اینم چه ارتشه؟ اون زمانی که لب مرز بود هیچ کاری نتونست بکنه، الان رفته در فاصله 5000 کیلومتری نشسته میخواد انجام بده.
خب البته تو این رابطه وقتی که سازمان مجاهدین میاد ادعا میکنه، آقا در سال 2003 با فرمانده کل نیروهای ائتلاف در عراق سازمان مجاهدین امضا دادن، تعهد دادن، ما هممون تصدیق تعهد دادیم، امضا کردیم، آقا هر گونه خشونت رو محکوم کردیم، هر گونه به سمت خشونت رفتن رو محکوم کردیم. آقا داری ارتش اعلام میکنی، ارتش یعنی خشونت، یعنی جنگ، یعنی کشت و کشتار. آقا پس تعهد سال 2003 چی میشه؟ آقای کرمی ببخشید، این درسته که میگن هنوز فرقه رجوی خودش رو پرچمدار ارتش خصوصی صدام میدونه حتی تو آلبانی؟ آخه اینا خودشون میگن ما ارتش هستیم. آخه ارتش آقا معنی داره آقای سوری، اینا میگن ما هستیم. اینا که الان اونجا میگه کارزار تشکیل چهارمین ارتش، آقا ارتش یعنی چی؟ شما خودتون نظامی بهتر از من میفهمید، میتونید ارتش یعنی چی؟ آخه اینا خودشون میگن ما ارتشیم. آقا تعهد دارن سال 2003 با آقای اولیور نور جنرال چهارستاره ارتش آمریکا و فرمانده کل نیروهای ائتلاف 40 تا کشور بودن، نشد از اینا امضا گرفت. همون زمان که اینا امضا کردن فانتومای آمریکایی بالای سرمون داشتن در ارتفاع 100 متر 200 متر میچرخیدن، خلبان شما با چشم میدیدیم که از ترس آمریکا، یعنی تمام خیابانهای اشرف آقای فرمی پر بود زرهی ارتش آمریکا، موضع گرفته بودن این برانور خیابان به سمت ساختمون ها، با زور سلاح اینا تعهد دادن، امضا کردن آقا ما خشونت رو محکوم میکنیم، خشونت رو رد میکنیم و هیچ گونه کار خشونت طلبان رو نخواهیم کرد. آقا میگه تعهد ندارید، پس چرا اون دارین ارتش دوباره تشکیل میدین؟ خب آقا این برای دولت آلبانی مسئولیت داره، مسئولیت میاره، برای شورای اروپا مسئولیت میاره. اونا باید توضیح بدن آقا این ارتش ادعایی که در تیرانا تشکیل شده تحت چه پروتکلیه، کی اجازه داده، کسایی که فعلا هیچ گونه رسمیت قانونی ندارن، یعنی هیچ گونه اقامت قانونی ندارن، به چه سبب دارن اشکال تشکیل میدن؟ آقای وزارت خارجه آمریکا بفرما جواب بدین که شما از اینا امضا نگرفتید، تعهد نگرفتید. شورای اروپا که شما نپذیرفتید، بیاین جواب بدین. دولت آلمانی باید جواب بده آقا چه پروتکلی افرادی که هیچ گونه هویت قانون ندارن ارتش تشکیل میدن، اونم تو کشور شما. نکنه میخوان دولت آلمانی داره اعلام جنگ میکنه با ایران، خب این بحث میگه بیان اعلام کنن. آقا بابا اینها نشستن تو اروپا و کارزار میاد تو این ویلپن میاد کارنوال را مینداز، آیا کارنوال که با پول این عربا و افغانی ها رو میخواه میاره کارنوال را میده، کارزار سرنگونی، کارنوال سرنگونی. آبا همه چیز با پول حل نمیشه. درسته میتونه سناتور بازنشسته خلافکار آمریکایی رو بخرن بیاره باشون صحبت بکنه، اما سرنگونی نمیشه با پول خرید. میگه همین فرقه رجوی نبوده که داعش وقتی موسیل گرفته بود، شهرهای عراق گرفته بود، دائم تو شهرهای مختلف تو اروپا جلسه برگزار میکردن تحت عنوان قیامهای انقلابیون اشعاری مترقی عراقی، کاردار سرنگونی عراق بود. میگه آخر تصدقلش از داعش از آب بیرون نیمد. ما چند بار تو این برنامه دارم اکتفیل میشه خودم نشون دارم آقا داعش که فرقه رجبی داره میگه با سایت مجاهدین که همین چیز نشون میدم. آقا 36 سال داره میگذره و فرقه رجوی نتونسته توی 36 سال سرنگونیش آماده بکنه، تازه بخواه کارزار آماده سازی برای سرنگونی باشه. یا بند دوش میگه ما با یاد جهیدان و با چیزا ما میخوایم جهاد اکبر را بندازیم. آقا مشی سرنگونی با چی؟ مشی سرنگونی بشین تو اروپا بنویسی؟ با کدوم استراتژی؟ 36 سال داره استراتژی میدی، با کدومش حالا تونستی کاری از پیش ببری؟ با اون دیدگاه موازون ارتجاعیشون که هر که از این وقتی هم که هر که از این فرق جدا میشه جدن. آقا سوربی این بند دو من یک میخونم واقعا ببینید چقدر موازون ارتجاعی هستن، مال قرن 1400 سال پیشه.
میگه با تعظیم به یاران جاودانه شهیدم در اشرف و نیمرده و زندانهای خمینی، مرام هم مجاهد ماندم، مجاهد مردن است، مشت من سرنگونی. کسی که از جهاد و مجاهد در راه خدا خلق میگریزد پشت میکند، خشم خدا رو برمیگردد. به خاطر این گناه کبیره جهنم جایگاه اوست. کسانی که سوگند جلالی زیر پا میگذارند مصداق معذوب علیهم در خور لعنت و بدفرجام هستند. آقا اگر خدای از این که من مجاهدت نکردم از دست فرقه رضوی فرار کردم از دست من خشکی میشود، بهتر اون خدا رو آقا بسته بندی کرد انداخته چه گوشه ای، به خاطر که من حاضر نشدم از تیر و برده یکی باشم، بخواد دست من خشکی میشه. آقا گناه کبیره ایوه هم قرن 21 هستیم، تو اینترنت که میزنی گناه کبیره میگه چی هستش اینترنت. اینا مزخرفاتی که فرقه رضوی از خودشون در آورده تحت عنوان گناه کبیره و سوگند جلاله و اینا میرین به جهنم و با این چیزا نفرات ترسونده میترسونه. ببینید چقدر مرتجعانه دارن فکر میکنن. این چیزی که آقای سرد میگید چطور این اشرف سه دارن رامزن، ببینید با این مزخرفات نفرات دارن میترسونن میبرنشون اینجا، نفراتی که واقعا تو غار دارن زندگی میکنن، دو دنیای بیرون نیستن. بعد طبق همین حکم اعدام و مهار داده، میگه در واقع آنگاه فرقه رضوی که کسایی که جدا میشن به نوعی محارب با خدا شناخته میشن، به همین دلیلی که آقا مسعود رجوی حکم اعدام و مهار جدا شده ها رو صادر کرده. نه روز پیش هم جلو مقابل پارلمان اروپا دیدیم، میخواستم تو از بچه اونو آقای عبدالکریم ابراهیمی و آقای مهدی خوشحال و فرقه رجوی میخواست سرنگونشون میکنه از بین ببرنشون که متاسفانه نتونه، با خاطر گناه کبیره که اینا کرده انجام دادن از فرقه رجوی جدا شدن فرار کردن. آقای که جایگاهشون جهنمه، اینا باید کشته بشن. دوستون آقای موثقی نوشته آخه سرنگونی بدون رهبری چگونه محقق خواهد شد؟ رجوی چی شد؟ رجوی خودش در قدم اول سرنگون شد. یعنی اون چیزی که شما گفتید اینا معانی کلمات رو هم عوض کردن. مثلا میگن ارتش، ما حالا تو ذهنمون ارتش یک جای منسجم و پادگانی و اسلحه و لباس یونیفرم یا اینها، الان وقتی مقایسه میکنی یه مش آدم پیرمرد و یه مش پیرزن. تازه یکی از دوستان نوشته بود که در یک نشستی خانم رجبی گفته یا خانم مریم گفته که اگر شماها بیاین به خانمها گفته بگید که با هم همجنس بازی هست میکنید، بهتر از اینه که بگید میخواین جدا بشید. یعنی یه جوری همجنس بازی رو احیانا توی این سازمانی که ازدواج رو سالها ممنوع کرده، یعنی دیگه داره اذعان میکنه که یک همچین خبری هست. ولی یه چیزی رو من به شما بگم، ممکنه ماها تا یک سال قبل که شخصی به نام آقای ترامپ نیامده بود اینجا، برامون خیلی تعجب انگیز بود این تعاریفی رو که سازمان مجاهدین میکرد، مثلا عراق اینا رو از اونجا میکنه بیرون، اینا میگن ما پیروز شدیم. حالا میگی دولت آلبانی میگه آقا شماها باید از شهر بریم بیرون، اینا میگن ما داریم میریم پیروزی رو کامل کنیم. میدونیم که خیلی شکایت شده، مخصوصا یه شکایتی شده بوده که این به اصطلاح از جوانای آلبانی هم داره سوء استفاده میکنه و میخواد اونا رو ریکروت کنه. اگه در اون مورد هم شما چیزی میدونید بگید ممنون میشم. بازم تشکر میکنم از دوستانی که در عین برنامه آمدند و ما رو به اصطلاح همیاری کردند تا برنامه بهتری رو به دوستان ارائه بدیم. دوستان اگه شما هم مایل هستید صحبت کنید در کانون آوا، با کانون آوا تماس بگیرید، یا اگر صحبتی دارید و مایل هستید که از تلویزیون مردم استفاده کنید با ما تماس بگیرید. آقای کرمی من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، متاسفانه چند دقیقه بیشتر وقت نیست. بفرمایید. خواهش کنم. به همین خاطر من سعی میکنم. البته این سوالی که شما فرمودید بله چنین چیزهایی بود که متاسفانه اون فرصت نیست من این مسئله رو بخوام توضیح بدم. حتما توی یک برنامه من این داستان رو باز خواهم کرد و توضیح خواهم داد و بقیه ده بندم هموطنان رو خودشون نگاه بکنن همش ارتجاعیه. مثلا یک جاش یک قسمتش بنده شیشش آمده که میگه جهاد اکبر و مبارزه با سلطان نصر جمی، این تقریبا برداشت هست که از نوشته های آیت الله جواد آملی یکی از آخوندهای عقب مونده حوزه ها هستید که اونه از اون برداشت کردن و موضوعات خیلی چیز هستش. خب همین در همین رابطه
که الان مثلا یک سری از دوستانمون جدا شده، مثلا آقای نادر، سیامک نادری که این روزا اومده زندان افشا کرده، فرقه نادری به این افراد جدیدی که جدا شدن اومده تهدیدشون کرده، گفته آقا شما باید به در تو آقای سیامک نادری موضع گیری بکنید، اگه بخواید موضع گیری نکنید من اون مستمری پولی که بهتون میدم رو قطع میکنم، هر کی موضع گیری کنه بهش بیشترم میدم. که اینجا عامل و بسیار فهمه گردانش این داستان آقای احمد تاجگردون از فرماندهان امنیتی شونه که از فرمانده های بالا شونه از که 40 سال تو سازمان بودش این آقا، خوب هم میشناسنه این آقا، 2 روزه تا از تشکیل آمد بیرون، روز دوم براش خونه گرفت فرقه رجعی، در صورت تو آلبان دوستای ما جمع میشن 5-6 نفر پول میزنن که یه اتاق بتونن بگیرن با هم زندگی کنن. این آقای احمد تاجگردون 2 روزه اومده یه خونه تکی گرفته و هر کی که میخواد جدا بشه از سازمان بیاد میرسن پیش این که تو تور بچه ها یه موقع نخورن، بعد این راهنمایش رو میکنه کدوم بر برن. این هم تحصیلیه که مریم قجری پیروز کرده بود که تو که آقا هر کی بیاد در علیه سیامک نادری صحبت بکنه موضوع گیری کنه مستمرش میدیم، هیچی بیشتر هم میدیم. و هم خدا گله یه تعداد همین نفرات جدا شده جدید که چشم گوششون خیلی هم بسته، تعدادشون متاسفانه تو دام آقای احمد تاجگردون افتادن و عمرن این کار کردن. خب این سوال شما رو من حتما تو برنامه بعدی توضیح خواهم داد و پیشنهاد میکنم هموطنان هم این 10 ماده رو بخونن خودشون، تو این بالاخره چیز خیلی جالبی هستش و این اشرف سن که اینا ادعا میکنن چرا توضیح دادن، در واقع این تاکیدگاهیه که اینو فرستادن. چرا اشرف از اسمش میذارن؟ چون که از قدیم میگفتن کانون استراتژیک نبرد اشرف، اشرف نو... تو اشرف نباشد تن من مباد، اگر اشرف بیستر دنیا میستد. به همین خاطر اینا سعی میکنن همه جا این اشرف 1-2-3 خرج کنن. در عرض 5 سال الان اشرف 3 هستی، تا اشرف 1000 که اینا 1000 اشرف بخون را بندازن باید 110 سال صرف کنیم. آقای سوربی اگه امری با شما در خدمت هستیم سوالی هست بفرمایید، نه اینکه من از خدمت شما با تاجه وقت تموم شد مرخص بشم. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم سالی بهتر در انتظار همه شما و دوستان باشه. همچنین منم پیشا پیش سال نو سال کریسمس به تمامی همبتنان بخود همبتنان مسیحی و در هر کجا که هستن و دیگر همبتنان رو تبریک عرض میکنم و بهترین ها رو در سال جدید برایشون آرزو میکنم با امید دیدار دیگر در سال 2018 با خبرهای بهتر. بسیار ممنون. دوستان عزیز با آقای محمد کرمی بودیم از پاریس. ویدیوهای ایشون، نوشته های ایشون رو میتونید در اینترنت پیدا کنید و اگر مشکلی هم داشتید برای تماس گرفتن با کانون آوا یا این دوستان، با ما در تلویزیون مردم تماس بگیرید از طریق تکس، تلفن، ایمیل، فیسبوک و اگه بخواین میتونید ما رو پیدا کنید. مطمئنم. دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم و همیشه گفتیم تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. ممنونم از آقای عیسی علیپور که به مجرد اینکه شنیدن آقای سیفی گفتن که ما احتیاج به کمک داریم، ایشون از سوئد اعلام آمادگی کرد و خواهش کردن که با هم در تماس باشن و همینه دیگه، ایام تعطیلات هست و ای که دستت میرسد کاری بکن. روز روزگار بر شما دوستان خوش.